بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشتید و اوقات بهتری در انتظارتونه. امروز جمعه است، یک روز پس از روز شکرگزاری در آمریکا، و متاسفانه این روز شکرگزاری هم تقریبا میشه بگیم مثل عید قربون خودمونه، که اگر بره‌ای هم کشته میشه که اینجا بوقلمون هست، به فقیری داده نمیشه و خودمون میخوریم و چاقتر و پروارتر میشیم و باقی موندهش هم به اصطلاح هر روز ساندویچ های مختلف. اصلا یه برنامه تلویزیونی هست که نشون میده که این باقی مونده خوراکا از بس زیاده چجوری ساندویچ درست کنید، چجوری سر کار ببرید، چجوری باش مهمونی های بعدی رو بذارید. و بعد که خوب همه چاق شدیم، از اول ژانویه شروع میکنن تبلیغ میکنن که چگونه این وزنی رو که زیاد کردید به اصطلاح بیان کم کنید، که اون هم هیچ کس معمولا موفق نیست، با وجودی که به خودشون قول میدن که بله چنین خواهم کرد و چنین خواهد شد. همینجور شما میبینید این زیر نوشته، شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. متاسفانه من هر روز دوستانی رو میبینم که تماس میگیرن که آقای صوری ما تلویزیون را انداختیم چیکار کنیم. میگم خب شما اول باید یه گود میکندید، یه چاهی میکندید، بعد منار رو میدزدیدید. حالا تلویزیون باز کردن ربطی به منار دزدیدن یا به قول شیرازی یا منار دزدیدن نداره، ولی خب باز کردید، مبارکتون باشه. مثل این که شما بگید من یه چلو کبابی باز کردم، آقایی که چلو کبابی داری من چه کار کنم؟ میگه خب برو چلو درست کن، کبابم درست کن، مشتری هم پیدا کن. در صورت دوستان تلویزیون مردم هست، شما میتونید برنامه داشته باشید. همیشه گفتم به جای اینکه یه دست چلو کباب، چرا میگن یه دست یا یه پرس، پرس مال کجاست، چلو کباب بخورید یا بخرید از یه جایی، خودتون رو توی این دردسر داشتن یک چلو کبابی، اجاره، بیمه، کارگر، تصادفات، برق، آب، اینها نندازید. ای کاش خود من موقعی شروع کردم یه تلویزیونی مثل تلویزیون مردم بود که من میتونستم هفته 2 ساعت، هفته 4 ساعت ازش برنامه بگیرم و به من نمیگفت اینو بگو اینو نگو. متاسفانه چون نبود، ما این تلویزیون رو باز کردیم، ما همزی خودم این تلویزیون رو باز کردیم و نشون دادیم تا حالا هر کسی میاد اینجا، ما نه خط قرمزی داریم، نمیگیم چی بگو، نمیگیم چی نگو. اول از هر چیز اجازه بدید که من این برنامه فیسبوک رو روی به اصطلاح صفحه فیسبوک مردم تیوی هم شیر کنم و از شما هم تشکر کنم و ازتون بخوام که شما هم شیر کنید با دوستان خودتون. و این ماجرای کلیک، این مال ماوس، نگاه کنید میشنوید مثل قیچی سلمونیه، تا حالا هم چیز نشنیده بودم. این آقای مجید خوشنودی گفت آقا صدای این ماوس شما وارده، دیگه جوونه میدونه، صدای این ماوس شما مثل قیچی سلمونی میاد. بعد من همون موقع یه حوله این با اینجا بود که روی میز و کامپیوتر اینا رو تمیز میکنم، اینو انداختم روی دستم و این ماوس رو قایم کردم. حوله، چیزایی که زبر، اسپانج، اینا، این چیزایی که ما تو ایران بهش گفتیم ابر، صدا ازش عبور نمیکنه چون صدا میره توی این بالا و پایینی های این میمونه. و وقتی من اینو انداختم، مجید نوشت که نه، مثل این که خوب شد، اشکال از کامپیوتر من بوده، شاید کامپیوتر من صدا میداده. گفتم نه عزیزم، هی ما هممون میگیم حجاب بده، ببین بعض وقتا حجاب خوبه. من این ماوس رو حجاب دارش کردم، دستم رو انداختم زیر این به اصطلاح حوله و ماوس رفته توی حجاب، و وقتی کسی رفت توی حجاب صداش هم بیچاره خفه میشه. اینه که آخوندا که دیکتاتورن خانم ها رو میخوان زیر حجاب کنن، میخوان صداشون رو خفه کنن. و من و شما اگر به اصطلاح آزادمنش هستیم، از منزل خودمون، از خونه خودمون، از فامیل خودمون، از همسر خودمون، از مادر خودمون، از دختر خودمون باید شروع کنیم و صدای اینها رو خفه نکنیم. خب ساعت 3 بعد از ظهر امروز یک مهمانی دارم که بستگی داره که صحبتمون تا چند دقیقه طول بکشه. بعد از اون میام سراغ فیسبوک. من الان چند برنامه رو اختصاص دادم به این که چیزایی رو که روی فولدر یا پوشه
لایو برنامه زنده گذاشتم تموم کنم. دیروز نشستم فکر کردم چرا موفق نمیشم، دیدم هر روز انقدر اتفاقات جدید میفته و به این پوشه اضاف میشه، مثل این میمونه که یه آدمی بدهکار باشه تصمیم بگیره که بدهکاریش رو باید برطرف کنه. اولین کار اینه که باید تصمیم بگیره از امروز پولی قرض نکنه تا بتونه بدهی‌های قبلی رو بده. دوستان توی آمریکا میگه 60% مردم آمریکا هنوز دارن بدهکاری کادوهایی رو که پارسال خریدن پرداخت میکنن. هی هم بهشون نصیحت میکنه، ولی چی میگن؟ میگفتن یاسین تو گوشه خر خوندنه. والا این خرا خیلی میفهمن، ما اینقدر به خر و الاغ توهین نکنیم. و بله 60% بدهکارن. الانم دیروز اون وقتا بابا یه روز تو آمریکا تعطیل بود، اینم همین روز تنکسگیوینگ بود که میگفتن همه فامیل دور همه. حالا این یه روزن یه سری فروشگاه ها تا یک بازن که وسایل خوراکی و اینا دارن که اگر کسی نخریده بره بخره. یه سریشون از 5 باز میکنن که مردمی که حالا خوراک خوردن، بحث سیاسی کردن، اگه دعواشون شده میخوان از مهمونی در برن، برن خرید کنن. و حالا ما هم به همه میگیم این کارو نکنید، این کارو نکنید، ولی خود من یه تلفن کوچولو لازم داشتم که به اصطلاح که بتونم ازش به عنوان اینترنتش فقط استفاده کنم، و دیروز دیدم یه چیز 30 دلاری رو کرده 8 دلار. این ماجرای حراج تو آمریکا چگونه است و چجوری اینا میتونن این کار رو انجام بدن نمیدونم. تو ایران هم جدیدن این کار هست یا نه؟ اتفاقا یه نفر از ایران اومده بود گفت که این، گفتم این چیه؟ گفت که اینو یه چیزی خریدم به هم مجانی دادن. گفتم یعنی چونه زدی مجانی گرفتی؟ گفت نه، تو ایران هم الان رسم شده مثلا یه چیزی که میخری یه کادوی چیزی هم بهت میدن. امیدوارم ما خوبی های دیگران رو بتونیم بگیریم، با خوبی های خودمون نگیم ما همه چیمون هم بده، با خوبی های خودمون به اصطلاح مخلوط کنیم و فرهنگ خوبی داشته باشیم، فردای بهتر و راحت تری داشته باشیم. و اما آقای بهرامی لطف کردن، آها زلزله کرمانشاه دیدید که اون روز اول یه نفر فرستاد که خامنه ای مخفیانه رفته کرمانشاه، بعد دوستان نوشتن آقا این مخفیانه نبوده، این مال زلزله بم بوده و فیلمش هم اون موقع بوده، حالا این فیلم رو اینجوری نشون دادن به ما. امروز یه نفر یه ویدیوی از آقای نوریزاد برای من فرستاد. من با آقای محمد نوریزاد 2 بار مصاحبه کردم، با ایشون اختلافات زیادی دارم. به نظرم میاد ایشون چون بهش سر این سفره گسترده غارت از مردم سهمی نرسیده حالا فریاد میزنه، که اشکالی هم نداره، و فریادی هم که میزنه برای من و شما و مردم داخل ایران نیست، برای اینه که آقا وسائلم رو که ضبط کردید بدید، آزادی خانوادم رو هم بدید، ما میخوایم از این مملکت بریم. و اگه بشه حالا باز تو این هفته ممکنه باهاشون صحبتی داشته باشم. ایشون میگه که مهم نیست که آقای خامنه ای بدل داشته باشه، چون دیکتاتورهای دنیا از ترس جونشون همشون بدل دارن، بعضیاشون یک بدل که چه عرض کنم چندین بدل دارن. بعد صحبت میکنه که آقای خامنه اینجور و اونجور و قول بهتون میدم که اینا خواب آسایش خوراک چیزی ندارن و فلان، اینا همش نگران هستن. من این قسمت ها رو با ایشون موافقم. ماجرای بدل صدام بوده، ما شنیده بودیم بدل شاه هم بوده. اتفاقا در رابطه با بدل شاه یه روز از آقای انصاری سوال کنیم. آقای انصاری هر هفته ماشاءالله با من تماس میگیره، چند دقیقه صحبت میکنه، میگه روی این برنامه دارم کار میکنم. یه روز به خودم گفتم ای کاش من این چند دقیقه‌ای که ایشون صحبت کرده بود بدون این که بهش بگم ضبط کرده بودم، الان میشد یک برنامه 20 ساعته اقرار میکنم، میشد یک برنامه 3 ساعته. در صورت دوستان در رابطه با ضبط کردن صدای دوستانتون اینا یادتون باشه هر منطقه یه قانونی داره. توی منطقه‌ای که من زندگی میکنم ویرجینیا و فیرفکس غیر قانونی هست که ما بدون این که به کسی بگیم صداش رو ضبط کنیم، و اگر به کسی بگیم اون بگه که نه من ترجیح میدم صدا ضبط نشه، میتونیم قطع کنیم، خداحافظی کنیم، یا اون میتونه خداحافظی کنه. ولی اگه گفت من نمیخوام صدام ضبط بشه،
شما صداش رو ضبط کنید، شما جرم قانونی مرتکب شدید، نه جرم شخصی. میدونید اینجا جرما شخصیه، طلبکاری و بدهکاری و اینا شخصیه، ولی کسی که مثلا چک بد میده یه مقدارش شخصیه، یک مقدارش قانونیه، طرف دولت و بانک و فلان اینها هست که میخوان بی اعتبار نشه. و اما در رابطه با این سبک کردن پوشه برنامه های لایو، همون موقع که تصمیم گرفتم خبر این اومد که 235 نفر در مسجدی کشته شدن. گفتم خب من اینو نگم بذارم بره. بعد گفتم دوستان میگن خب آقا این چیزایی که شما دارید میگید شده مثل نشریه‌های ایرانی که هر کدومش رو باز میکنیم خبرهایی که روی اینترنت بوده یه هفته پیش، دو هفته پیش، و ما زودتر از اونا این خبر رو خوندیم و شنیدیم، و فقط این نشریه‌ها به خاطر روزنامه پاک کردن زیر یه چیزی گرم گذاشتن، شیشه نمیدونم چی پاک کردنه. ناگفته نماند خیلی ها هنوز دوست دارن نشریه رو بگیرن دستشون، مخصوصا اگر مجانی باشه، ارزون باشه، و نمیشه بگیم همه باید اون چیزی رو که ما دوست داریم، یا همه همونقدر اگه ما پیشرفت کردیم باید پیشرفت کنن. اگر اسم این دیدن و خوندن اینترنت و اینها رو بشه پیشرفت گذاشت، چون واقعا بعض وقتا اگر اینها نباشه فکر میکنیم که بهتره. بیش از 235 نفر در حمله به مسجدی در مصر کشته شده. 24 نوامبر که همین امروز هست، 3 آذر 1396، میگه که شمار کشته شدگان حمله تروریستی روز جمعه در شمال مصر به 235 نفر رسید. در جریان این حمله 2 مهاجم به مسجد الروزه در نزدیکی شهر العریش مرکز استان سینای شمالی یورش بردند. بی بی سی نوشت محل حادثه مسجد روستای روزه در شهرستان بعربید یا بلعربد در شمال شبه جزیره سیناست. این شهرستان در غرب شهر عربیش و در ساحل عربیش یا عربش و در ساحل دریای مدیترانه است. روز جمعه 3 آذر برابر با 24 نوامبر منابع خبری مصر گزارش دادند که افراد مسلح به مسجد روزه حمله کردند و پس از انفجار بمب در این مسجد آن را به گلوله بستند. پس از اینایی نبوده که خودکشی میکنند. و گفته می شود که هنگام این حمله گروهی از ماموران امنیتی و اعضای خانواده آنان مشغول عبادت در مسجد بودند. دوستان گوش کنید، اولا میگه مسجد روستا، ولی ببینید توی روستاهای مصر هم میگه گروهی از افراد ماموران امنیتی و اعضای خانواده شون. یعنی واقعا دنیا مثل این که همه جا این ماجرای اطلاعات و ضد اطلاعات و نمیدونم اینها هست و چه باید کرد من نمیدونم. شما اگه میدونید مهمان من باشید در برنامه ها، بیان در این باره صحبت کنید. این یه ماجرا بود که اتفاق افتاده بود و دوستمون از خلیج فارس ویدیوهای خیلی زیادی میفرسته. یه ویدیوی قشنگی رو فرستاده که براتون نشون میدم، ماجرای دختر خانم یا خانمی که نسبتاً جوان هست و در پاکستان آمده بعد از تجربیات تلخ زندگیش و الان فلج هست، به من و شما میگه که بعضی وقتا باید گفت نه، و امیدوارم این نه ما یاد بگیریم. اگه یه نفر میگه آقا فردا میای منو برسونی به فلان جا، نگیم باشه، بگیم نه نمیتونم، من دارم میرم کار، حاضرم $5 $10 کمک کنم شما با ماشین بری یا اوبر بگیر یا هرچ. این نه گفتن باید شروع بشه، مخصوصا توی خانواده‌هایی که مثلا پدر به دخترش میگه که با این شخص ازدواج کن و این خانم به خاطر احترام به پدرش ازدواج کرده، بعد تصادف کرده، ماجراشو به انگلیسی و عربی به اصطلاح میگه، زیرنویس و اینها به انگلیسی میگه، عربی هم زیرنویس داره، و من سعی میکنم این زیرنویس رو به فارسی برای شما بنویسم، چون فکر میکنم اونایی که انگلیسی متوجه میشن یا میتونن به اصطلاح زبونهای دیگری رو بفهمن دیگه به اونجای رسیدن که به خانواده نه بگن. ضمن این که بعض وقتا اینایی که اعمال نفوذ میکنن و دیکتاتور هستن
به اصطلاح میدونن چجوری حتی توی جامعه پیشرفته دیکتاتور باشن. صحبت از دیکتاتور شد، اجازه بدید من یه عکسی به شما نشون بدم که به نظرم خیلی جالب میاد. یه عکسی رو این دوست ما از خلیج فارس هفته پیش فرستاد و گفت که این آقا رو نگاه کن. اجازه بدید من این عکس رو بهتون نشون بدم شما هم ببینید. گفت این آقا رو نگاه کن، این رفته سرطان داشته و حالا بعد از سرطان وزنش شده 40 پوند، یعنی 40 کیلو، یعنی 88 پوند، یعنی فقط استخونش مونده. من گفتم که این دیکتاتورا معمولا احمق هم هستن، اگه احمق نبود به اصطلاح اقلن یه صندلی کوچکتر میگفت بیارن که این رو صندلی که میشینه مثل آدم معمولی که رو صندلی معمولی میشینه نشون داده بشه. ولی درباره حماقت دیکتاتورها صحبت کردم تا اینکه به یک موجودی که هنوز 2 سالش نشده ولی از لحاظ هوش و از لحاظ زیرکی به اصطلاح من رو کیش و مات کرده، یعنی این نوه عزیزم، دیروز برخورد کردم و وقتی که ایشون اینجا بود و داشتیم با هم بازی میکردیم و اینها، به من گفت که میخواد بشینه روی این صندلی. نشست روی این صندلی و همون موقع گفتم آهان ببین اینم الان دیکتاتوره، داره به من دیکته میکنه که من چه کار کنم چه کار نکنم و به این خاطر هست که دوست داره روی این صندلی بشینه و و حکمرانی کنه. امیدوارم شماها هم از این دیکتاتورای باهوش توی از این دیکتاتورای باهوش تو زندگیتون باشه، نه این دیکتاتور. نمیدونم این آقا مال اتیوپیه، مال حبشه است، مال کجاست، و یه عکسی هم باز در همین رابطه بهتون نشون میدم. خیلی جالبه اینایی که حتی تو مملکت خودشون پادشاه نیستن و نوکر و دست نشانده یا یک یا چند تا قدرت خارجی هستن، فوری دوست دارن بگن ما شاه شاهان هستیم. از اون بیچاره آقای محمد رضا شاه که رفت به قبر خالی کوروش و رفت به اون سنگ ها گفت که آسوده بخواب که من بیدارم، منم شاه شاهان، تا این آقا، این هایل سلاسی باید باشه فکر کنم، بذار بخونم The Triumph and Tragedy of Emperor Haile Selassie، بله، of Ethiopia. خب میدونید که تو اون منطقه از قدیم اینجوری بوده، برای سرما و گرما پوست حیوانا رو استفاده میکردن، بعد حتی معلوم شد مثلا کسی که میخواسته بره شکار اگر خرسی حیوان بزرگی بوده اونو پوستش رو میپوشیده که اون حیوان دیگه ازش بترسه و این بتونه به اصطلاح خوب حمله کنه. ولی شما نگاه کنید از بالا تا پایین این، اون عکسایی هم که از شاه دارید یا توی اینترنت هست نگاه کنید، یال و کوپال و نمیدونم کلاه و سردوشی و سرآستین و این نمیدونم اسم این چی بود، اینایی که مثل دوتا سود اینجا هست و این مدال ها و اینها، و واقعا کی میشه اینها به یک جایی برسن که بفهمن آقا شما با آدمای دیگه هیچ تفاوتی نداری، فقط اونها آدمای خوبی بودن، به شما اطمینان کردن. البته نمیدونم این پرونده سیاسیش چجوریه، آدم خوبی هست آدم بدی هست، ولی من میبینم هرچی اینا دیکتاتور ترن به یال و کوپال خودشون بیشتر اهمیت میدن. آخوندها رو نگاه کنید، عمامه ها رو بزرگ میکنن، عبا نمیدونم 2 تا 3 تا دستمال میندازن، این مال رهبرای مال کلیسا کلاه بلند بوغی میذارن سرشون، یک چوب میگیرن دستشون، مسیح بیچاره رو میکنن سر این چوب، همینجوری میبرن و میارن. یکی اون روز تو یک برنامه‌ای داشت میگو که اگر اینجوری بشه مسیح از صلیب میاد پایین، و آره یکی از طرفدارای ترامپ بود و یه نفر بهش گفت این احمق حتی درباره مسیحیت هم نمیدونه، تو اگر به مسیحیت باور داری الان دیگه باید تمام صلیب ها بدون مسیح باشه، چون خود شما میگی روح مسیح رفت از اینجا و به اصطلاح حالا یا به آسمان پرواز کرد یا دوستانش کشیدن بردنش اونجا، قبرش اصلا هست.
اینقدر داستان ها مختلفه. این دوست ما از خلیج فارس گفته من میام و برای دوستان میگم که این مسیح اصلا این چیزی که میگن بچه حضرت مریم و نمیدونم خدا آبستنش کرده باشه و اینها نیست. و به من گفت اشکالی نداره. گفتم نه آقا، اینجا من خدا رو میارم روی زمین، ازش سوال میکنم. یکی دیگه از چیزایی که میگن آقا خدا تو آسمونه، بهش تو آسمونه، برای اینکه من و شما نگیم آقا کجاست میخوایم بریم و اینقدر تو آسمون نگاه کنیم که یا گردن درد بگیریم یا آفتاب اذیتمون کنه بریم دنبال کارمون. نه، اگر خدایی هست باید همه جا باشه، خدا همینجاست. گفت چی؟ اگر دستم رسد بر چرخ گردون، نگید چرخ گردون، غلطه، اگر دستم رسد بر چرخ گردون از اون پرسم که این چین است و اون چون. اینم ماجراست. آقا اگه شما به خدا باور داری، هی نگو مصلحت خداست که اینجوری بشه، خدا داره ما رو آزمایش میکنه. آخه این چه خدای دیوونه ایه؟ مگه شما میشه بچه تو آزمایش کنی بذاری تو سرما بمیره، اگه صبح زنده بود بهش بگی پهلوون سرما رو موفق شدی بهت جایزه میدم؟ این چه آزمایشیه؟ بله یه جایی یک ورزشی، یک نرمشی، تمرینی، سختی بهش میدی، ولی نمیدونم روزی اینقدر نماز بخون تا من ببرم تو بهش، هفته یه روز برو توی کلیسا این کارو بکن، هفته یه روز برو توی نمیدونم اون یکی دیگه چیه مال کلیمیا این کارو بکن تا ما یک نظر لطفی، اگه دلمون خواست، اگه شیطون قدرتش بیشتر از ما نبود و شما رو از راه بدر نکرد، ببریمت اونجا. قبل از برنامه من یه برنامه خوبی بود از کانون آوا، آقای منوچهر عبدی که دومین بار هست اینجا هستن و آقای محمد کرمی مهمانان برنامه بودن. حتما دیدن این برنامه رو به شما پیشنهاد میکنم دوستان. تمام این برنامه رو کانون آوا هست. کانون آوا هم فیسبوک دارن، هم وبسایت دارن، awa.association.com، یا اگر اشکالی داشتید به اصطلاح بگید تا من بهتون بگم که چه خواهد و اصلا کجا میتونید لینکش و اینها، اگه اشکالی داشته من براتون لینک رو بفرستم. و اما یکی دیگه از چیزایی که ما نمیتونیم این پرونده موجود رو خالی کنیم و توی کار بیمه بود که یاد گرفتم پرونده به اصطلاح نامه های در دست اقدام، این پروسس. بعد یک رئیسی داشتم، پیر بود دیگه، الان 20 سالم گذشته احتمالاً، یا فوت شده یا دیگه بازنشست از کار افتاده است. این به من میگفت که ببخشید اینو میگم، گفت که این باید اسمش بنویسن فولدری که I don't have to F with it. و اینجوریه ماجرای این بازرس مخصوص و ترامپ و اون جنرال فلین رسیده به یک ایرانی، آقای بیژن کیان. و خیلی وقتا جالبه، ما یه جایی میریم فیلمی میگیریم میایم، بعدن یه دفعه یه کسی رو میبینیم میگه ای این همونه که با ما صحبت کرد، یا این همونه. این آقا توی مهمونی بود، اتفاقا توی فیلم‌ها که نشون میده میگه که ایشون یکی از مسئولین بنیاد نوروز هست. و اگه یادتون باشه چند مدت پیش بنیاد نوروز اینجا یک جشنی گرفته بود و خانم فرح دیبا هم اونجا بود و من این آقا رو، آقای بیژن کیان رو اونجا دیدم. این لباسا تاکسیدو نمیگن، یه چیز دیگه بهش میگن. لباسای هش کتش مثل این پنگوئنا دم درازی داره و اینها، اینا رو پوشیده بود، یه چند تا مدال به خودش آویزون کرده بود و خیلی مشخصه چون این آقا مثل تلیساوالاس، مثل یول برینر سرش رو از ته میتراشه و میدونید وقتی همچی جا هست نور که میفته اونی که مو نداره بیشتر معلوم میشه. در هر صورت ببینیم چه خواهد شد. این هم از این ماجرا. اجازه بدید که من برم سراغ این پرونده ها تا اونجایی که میتونیم کم و کم و کمترش کنیم. این که نوشتن شرم‌آور است، ببینیم چه ویدیویی هست، ولی شد 2:30، ما ساعت 3 هم قرار مهمون داشته باشیم. ببینیم، بله در رابطه با سیل و آب و اینها هست. من گفتم که خب شاید خواست خداست که توی این منطقه عربستان و توی منطقه عربی الان این بارون و اینها هنوز زمستون نشده، ببینید اوضاع به چه صورت هست. البته اینجا توی آمریکا با وجودی که اینا سیستمای خب میدونید سیستمای
فاضل آب و آب و اینا همش جدیده. خود این مملکت حقیقتا 250 ساله، حالا خود این مملکت 400 ساله، ولی سیستمای جدیدش میشه بگیم 100 ساله، 150 ساله. ولی همینجا هم اشکالای اینجوری هست، حالا با وجودی که مثلا پولش رو شازده های عربستان نخوردن، ولی همینجا هم یه بارون که میاد از قبلش به مردم میگه، میگه جاهایی که پایین هستن، جاهایی که هم سطح آب هستن، کیسه های شن رو بذارن اینجا. ولی من نمیدونم چرا مردم باز میرن همونجا، هر سال خسارت میبینن، هر سال درستش میکنن همونجا. این یک طوفان میاد خونه ها رو خراب میکنه، دوباره هر سال همونجا خونه میسازن. البته الان قانون گذاشته هر کی میخواد بسازه دیگه، این فقط میتونه میله ها یا پایه های اون خونه رو توی اون شنای نزدیک بذاره، ولی خونه باید به اصطلاح مثل طبقه دوم باشه و طبقه اول فقط برای گاراژ استفاده میکنن که اگر آب بود ماشینا برن ولی این خونه بمونه. و اما در عربستان کارگران کارخانه خرما، بسته‌بندی خرما، به علت عدم دریافت حقوق به مدت 3 ماه احتساب کردن، یعنی حقوق نگرفته 3 ماه حالا احتساب کردن، نه که به مدت 3 ماه احتساب. خبر اول امروز کشتار بیش از 206 نفر نمازگزار در شمال صحرای سینا می باشد که من وقتی اون خبر رو گرفتم گفته بود 235 تا. حالا از این کشت و کشتار و سیل و اینها بریم بیرون، بریم شیرازی که شماها فکر میکنید شیرازی ها تنبل هستن، ولی من بارها ثابت کردم شیرازی ها نه تنبلن، خیلی هم وطن پرستن. شما از سالاد شروع کنید، سبز و سفید و قرمز، خیار و پیاز سفید و گوجه قرمز، بعد از سالادش باز شروع کنید، چقدر کار سختی است که اون سالاد شیرازی رو درست کنید. از پالودش شروع کنید که اصلا اسم خوراکه پالوده است، یعنی پالایش یافته و اینها. البته دلیلش اینه که اون نشاسته رو میریزن توی یه چیزایی مثل ترشباله یا تراوش پیاله یا صافی که شما میگید و از اون میاد میریزه تو آب، به خاطر همین بهش میگن پالوده. و امروز دوستی برای من این خبر رو فرستاد، نخستین جراحی پیوند شبکیه مصنوعی کشور در شیراز. تبریک میگم به یکایک شیرازی ها، تبریک میگم به شما ایرانی ها، چون اگر شما بخوای کمی عاقلانه فکر کنی دیگه این مسئله شیراز و آبادان و تهران و اینا رو باید بذاری کنار، مسئله من ایرانیم، اون مکزیکیه، اون رومانیه، اینا رو باید بذاری کنار و یک کمی بری بالاتر. بالاتری که ما میگیم مثل تلویزیون بالاتر ایران آریایی نیست که خدای نکرده حشیشی کشیده باشی، دوایی مصرف کرده باشی، ما منظور اون اینه که والا منش بشی. و وقتی بری والا منش بشی از اون بارا کره زمین مساوی، خطی نمیبینی، مرزی نمیبینی. و به قول اون آهنگ معروف که میگفت اهل هر کجا باشی ما همه ایرانی هستیم، باید عوضش کنیم بگیم اهل هر کجا که باشی ما همه آدم و انسان هستیم. نخستین جراحی پیوند شبکه مصنوعی کشور در شیراز، و گفته که در شیراز بر روی چشم 2 بانوی 40 و 32 ساله با بینایی مطلق انجام شده. امیدوارم که هر دوش به اصطلاح نتیجه خوب بده و خبرهای جدید، عکسهای جدیدم از این برای ما بفرستید. خیلی ممنونم که تو این دنیای وانفسا همه این خبرهای بد، بعضی از دوستان هستن که خبرهای خوبی هم پخش میکنن تا بلکه بشه زندگی رو تحمل کرد. و اما یک ویدیوی دیگه است، نوشته فریب ظاهر را نخور. بذاریم ببینیم که این ویدیو چی میگه، اجازه بدید. بله، این هم باز گفتم چون دوست ما در منطقه خلیج فارس زندگی میکنه، بیشتر ویدیوهایی که ایشون ارسال میکنه در رابطه با کشورهای عربی هست و ما ضمن تشکر از ایشون اینها رو به شما نشون میدیم. کامرای 3 این یک آدم آقایی رو نشون میده که داره تلفن میکنه، ببینیم بعدش چه اتفاقی میفته. هلا هلا بديت هلا هلا بعدش بدي ان شاء الله يا الغدا البيت انا اليوم دقائق برده كلمه اوكي يلا. این که به نظر میاد سیبیلش هم قلابی بود. بله، اینم
یه خانمی میاد رد میشه اینجوری. این هم معمولا به اصطلاح از پیش ساخته شده و شوخی و اینها، ولی خب حقیقت رو میگه، گول ظاهر رو نباید خورد. میگه این فیلم با عنوان وضع ما عرب ها در اینجا منتشر شده و ببینیم عرب ها چگونه خودشون رو میبینن، وضع ما عرب ها، و کیفیتش متاسفانه بده. میدونید این فیلم ها رو بعض وقتا فیلم رو فیلم، بعض وقتا از تلفن، و وقتی از تلفن شما اینو برای یه نفر دیگه میفرستید اون وقت چیز میشه، کوالیتیش میاد پایین. بذارید من اینو بهتون نشون بدم. آها این بره ها و میش و اینها با هم من خودم دعوای این قوچ و میش و اینا رو دیدم که میرن عقب با شدت میزنن توی سر هم دیگه، و باور کنید گاهی میگفتم که الان این مغزش از دماغش میاد بیرون، ولی تا اونجایی که ما دیدیم اتفاقی نیفتاد. در رابطه با این مدال و آویزون کردن اینها، درسته که ما بعد از سه باید بریم سراغ فیسبوک، ولی وقتی یه چیزی قشنگ مینویسه و به موقع هست، حالا چه فرق میکنه فیسبوک باشه، ایمیل باشه، تلفن باشه. این دوستمون نوشته این پادشاه ها و دیکتاتور ها مثل بند رخت میمونن که این چیزها رو خودشون آویزون میکنن. همین دیکتاتور موگابه 93 سالش، آقا برو زندگی کن مرد ناحسابی، به زور آوردنش پایین، به زور این پیچش کردن. برید ببینید کوتایی که میپوشید، لباسایی که میپوشید. سعید یا مجید اگه بتونن برای من بفرستن، اینا اصلا یه معلومه یه عقده یه چیزی توی وجودشون هست که این کارو میکنن. این عکس رو باز برای من دوستمون امروز زحمت کشید فرستاد، نوشت اگر کسی کلی ثروت دارد و نمیتونه آسوده زندگی کنه و بقیه عمر را در آسایش به سر ببره، ما چی باید به اون بگیم؟ با چه نامی میتوان از اون نام برد؟ در این عکس سلطان قابوس، بله اون حج سلاسی نبود، سلطان قابوس پادشاه مسقط و عمان دیده می شود. او تا چند ماه پیش در آلمان از بیماری سرطان معالجه می شد ولی عهدی ندارد. مطمئنید من فکر کردم قابوس، اتفاقا این خیلی کمک کرد به دو به اصطلاح آشتی، نه به قرارداد برجام بین ایران و آمریکا. خیلی از این دیدارها توی عمان و اینجاها برقرار می شد. ولی اینجا نوشته که وزنش شده 40 کیلو، افراد خانوادهش کمتر از 100 نفر هستند. حالا شما نگاه کنید به این عکس و شما بگید به یه همچین آدمی ما چی باید بگیم. این عکس کیفیتش بهتره، یه بار بهتون نشون میدم و خود شما ببینید که اون ارتشیایی که وایسادن دور و برش، و این آقا مثل اینجا مجد میگن، مجد رو آدم کوچوله ها رو، البته بعدشون میاد اگه بگین مجد. بله من اون عکس شاه رو میفرستم، لطف کنید بفرستید. شاه با یال و کوپال، اینا هم همینه متاسفانه. این کلاهاشون اگه نگاه کنید، مثلا کلاه این اینو داره، کلاه این اینو داره، کلاه اون یکی اینو داره، و اینها به وسیله این علائم و درجه ها و اینها تفرقه میندازن، طبقات مختلف ایجاد میکنن بین جامعه، و ضمن اینکه همشون شعارشون اینه که جامعه های بی طبقه، حالا اگه مذهبی باشن توحیدی، ولی میبینیم که بدترین به اصطلاح یا بیشترین طبقات رو اینا درست کردن. وضع عرب ها، سوال من و این عکس شاه کوچولو در صندلی بزرگ، و اما این یکی آقای مسعود سهیلی که میشه گفت یکی از خانواده هایی بوده که وضعشون خوب بوده در دوران شاه و اینها، و جالبه اینایی هم که وضعشون خوب بوده در دوران شاه هیچ کدومشون تو ایران درس نخوندن، همشون خارج بودن. بعد افتخار میکنن به دانشگاهی که رضا شاه درست کرده، نمیدونم سیستم فرهنگ و آموزش ایران و اینها، ولی همشون در بدر کشورهای دیگه بودن. ایشون اینجا نوشته که اسم میدان فوزیه در تهران حالا شده میدان امام حسین.
گفتم آقا چه تفاوتی میکنه از اون عرب به این عرب؟ خاک بر سر من و تو ایرانی که یک خانمی آمده شبی با شاه ما خوابیده، یک میدونی شده به نامش. خاک بر سر من و تو ایرانی. من نمیدونم امام حسین تا کجا اومده، ولی مثل که اون ماجرای یزدگرد سوم و دختر یزدگرد سوم و اینها امام حسین بوده دیگه، حتما رسیده باش به ایران که یه عربی اومده اینقدر ایرانی ها رو کشته، باز امروز یه میدونی به نام اون هست. ولی سعدی، حافظ، رودکی، نمیدونم مصدق، امیر کبیر، اینها اگه یه میدانی هم به نامشونه هی عوضش میکنن. اول انقلاب تو ایران همم گفتن، گفتم مثلا فلکه مصدق، که ما شیرازی ها میگیم فلکه مصدق، اسمش عوض نشد. بعد یه مدت دیگه شنیدم عوض شده. این از این. آقای آریان پور بهتون گفتم نوشته هایی که می‌نویسن خیلی، مگر اینکه در رابطه با تاریخ و اینا باشه که اگر کوتاه و مفیدش کنی تحریف میشه، خیلی نوشته های معمولی خودشون خیلی کوتاه، مفید، مختصر و درست و بامزه میگن. ایشون نوشته دوست گرامی، با عرض سلام، ذکر مصیبت در 38 سال گذشته چه دردی را درمان کرده است جز تلف کردن وقت گرانبهای سرکار و آقای لطفعلیان؟ ارادتمند هوشنگ آریانپور. آقای سهراب چمنارا، دوست آقای اردشیر لطفعلیان، اینو فرستادن و آقای آریانپور هم اون نوشته رو بهش اضافه کردن. حالا چیزی که فرستاده شده و پخش شده، اجازه بدین من دوتاشو با هم بهتون نشون بدم، یکم دیگه بیاد بالا که بتونیم بگنجونیمش توی این صفحه کامپیوتر و تلویزیون های شما. و اینجاست، میدونید که یک تابلوی هست به نام شام آخر یا Last Supper، و مثل سوپر می نویسن ولی دو تا پی داره، میشه شام آخر. میگه شام آخر اثر داوینچی از روزهای پایانی عمر مسیح. اولا اینجوری که توی این اتاق مسیح و یارانشو کشیده، پس اون ماجرایی که دروغ میگن اینا خیلی فقیر بودن و اینها نبوده، چه میز بزرگی و پایه‌هاش اینجوری و یارانش نشستن اینجوری و هیچ کدوم هم پشت به دوربین ننشستن، پشت به دوربین آقای داوینچی. حالا این پایین هم نوشته که شام مفت اثری از بخورینچی، بخورای اینها، سرکرده های قوه قضاییه در حال صرف غذا از سفره بیت المال. مجید برای من نوشته بود که آقای سربی، من میخوام به دوستان بگم دنبال یه مقاله میگردم که قبلا دیده بودم الان نمیتونم پیداش کنم، که نصف بیشتر این آخوندهایی که اومدن در صدر کار قرار گرفتن اونایی بودن که با بورسیه های شاه رفته بودن عراق و سوریه و نمیدونم این ور اون ور. هی نگید اینا با بورسیه شاه رفتن اروپا برگشتن انقلاب کردن. میگه آقا این آخونده اسماشون هم نوشته، همین لاریجانی و فلان اینها، امیدوارم بتونه پیداش کنه. اجازه بدید چون من با آقای خسرو بهرامی قول دادم که اگه ایشون زحمت بکشه پیام بذاره ما پیامشو پخش میکنیم، که دیگه لازم نباشه ایشون از نیویورک 4 ساعت رانندگی کنه، چقدرم پول میگیرن تول رود بیاد تو بره، اجازه بدین من به عنوان تشکر از ایشون این رو پخش کنم، با هم گوش میکنیم. ولی چون یه دو تا چی راجع به برنامه های من گفته، راجع به آقای مصطفی زاده گفته و اینها، اگر جایی لازم باشه من حرف ایشون رو قطع کنم و صحبت کنم. ضمناً از فرخ عزیزم ممنون و متشکرم، پیغام گذاشته بود اگه بشه پیام ایشون رو هم پخش میکنم که آقای سربی قرار است تلویزیون کانال 1 امروز بسته شود. آقا تا حالا اینا مثل مجاهدین که هر سال گفتن سال سقوط خمینیه، اینا سالی دو بار میگن ما میبندیم. آقا حالا چه فرقی میکنه باز بودن تلویزیون کانال 1 با بسته بودنش؟ 100 تا کانال آمد 100 تا کانال بست، چه فرقی میکنه فرخ عزیز؟ اینا
فقط این کارو میکنن که یه سری مردم بگن حالا آقا حیف اگه این ببنده، ما فردا به کی زنگ بزنیم دوباره یه پولی بدن چند ماه دیگه باشن. ولی ممکنم هست آقای شهرام همایون مثل ستار دلدار، فکر کنم به احتمال زیاد ستار دلدار رفت با خانمش تو کار بیمه کار کنه و فکر کرده آقا من اینجا روزانه میشینم، والا اگه ماها میرفتیم آفیس تمیز میکردیم، میرفتیم دم فروشگاه ها گاری پوش میدادیم که بیاد گاری ها رو جمع کنیم، ساعت 15 دلار، الان هم پیشرفت کرده بودیم شده بودیم اسیستنت منیجر، منیجر ساعت 20 دلار 30 دلار میگرفتیم. این بانک ها شما رو استخدام که میکنن ساعت 13 دلار 14 دلار، سه ماه بعدش ساعت 19 دلار میگیرین. اون وقت ماها میان میشینیم تو این صندوق های شیشه ای، شما هم هر کدوم دلتون خواست میگین این مامور جمهوری اسلامی چنینه چنانه، پولی هم در نمیاد. هرچی سربی میگه بابا امروز 3 آذره 24 نوامبره، اگه پول نوامبر رو ندادی بده، اگه پول آذر رو ندادی بده، هیچ خبری نیست. ببین مجید، من همینجوری این هوله رو گرفتم دستم که این ماوس سلمونی نباشه. بذار یه چیزی رو بهت بگم، چون برات فرستادم که خب اگه میخوای ماوس من صدا نده، ماوس بی صدا هست تو مارکت، بخر بفرست بیاد. و بعد شما گفتی درست شد کامپیوتر من بود، من گناه تو گردن گرفتم، گفتم تا اسم پول آمد. این مجید گفت نه آقا ولش کن، اون قلچ قلچ چی میگن ماوس اشکالی نداره، ولی من پول ندم. بشنویم با هم آقای خسرو بهرامی رو. بفرمایید آقای بهرامی. اینجا سلام عرض کردم آقای صوفی. بهرامی هستم از نیویورک. خیلی ممنون از برنامه های آموزندتون و تشکر میکنم به سهم خودم خدمت جنبانی. راجع به 4-5 تا موضوع مختلف میخوام صحبت کنم چون برنامهتون جالب بود. میخوام براتون توضیح بدم برای جنبانی و بینندگان، اگه مفید بود براتون پخش کنه. راجب زلزله های کرموشا، اون مسئولی که الان در سازمان ملل آقای براین و همسرشون ایرانی هلندی هستن، من ایشونو شماره تلفنشو با آقای مصطفی زاده 7 سال پیش داده، ایشون به دوتا کامیون 24 فوتی چادر و پتو از سمت دبی بردن ایران که من بهشون گفته بودم اگه ممکنه خودتون کامیون رو بگیرین به
آقای فیلال همینجا نگه دار. دوستان خیلی خوشحالم، تشکر میکنم از سعید و آقای خسرو بهرامی، ثابت کرد و نشون داد که سرمام خورده بنده خدا، نشون داد که ما چیزایی که تو تلویزیون میگیم مؤثره. یعنی اگه سعید یاد من میده میگه ببین اگه یه کسی صحبت میکنه وقتی رسید به اما و ولی، بدون که منظورش از اون قبلیا هیچ بوده، از الان منظور اصلی شروع میشه، الان اثر گذاشته تو جامعه. بعد صحبت کردن آقای بهرامی رو ببینید، الان 3 دقیقه و 16 ثانیه صحبت کردن، چون ردیف مرتب صحبت کردن سر موضوعات مشخص، لازم نبود من بپرم تو حرفشون. همین الان هم من فقط پریدم که تشکر کنم از سعید، چون آقای بهرامی به شوخی گفت همین الان سعید میگه که چون گفته ولی اینه، همین درستش همینه، اصلا احتیاجی نیست ما بلنشیم سفر. من چند دقیقه دیگه از اینجا میبرمتون پاریس، 8 دقیقه دیگه. قرار نیست این دوست ما از پاریس بلنش بیاد اینجا با نمیدونم مترو و دردسر بیاد اینجا. از وسائلی که درست شده استفاده کنیم، از امکانات استفاده کنیم. چرا؟ ما از بدی و مشکلات این امکانات جدید داریم ضربه میخوریم، خب از خوبیاش استفاده کنیم. ببخشید حرفتون رو قطع کردم، بفرمایید. این پلیر 4. بله، اگه راست میگه عضو شورای ملی هستن، ایشون عضو کمیسیون ورزش هستن، چه کار؟ ببخشید یکم برمیگردونم عقب که درست بشه. شما اونجایی که گفتید ولی، بعدش میخواین درباره آقای فیلابی صحبت کنید. دوستان چند ثانیه من اینو برم عقب، ببخشید. حالا به کسی بر نخوره، الان آقای سعید میگه وقتی گفت ولی، حتما یه چیزایی میخواد بگه. دوستتون آقای فیلابی اگه راست میگه عضو شورای ملی هستن، ایشون عضو کمیسیون ورزش هستن، چه کار ورزشی برای اون 4000 نفری که در عراق بودن، چه کار ورزشی برای اینا کرده؟ من دو تا سوال کردم دیگه، یکی راجبه ایشون چرا زن خودش رو طلاق نمیده، اونا زنشون رو برای طلاق بدن زیر دست رجبی، چرا ایشون زن خودش رو طلاق نمیده؟ و ضمناً این 30 سال 40 سالی که ایشون جز به فعالیتش رو آقا صبر کن، باز من مجبور شدم صحبت کنم. آقای بهرامی داره در رابطه با اطلاعیه‌ای که آقای فیلابی در رابطه با زلزله زدگان فرستاده و به اصطلاح منتشر کرده و گفته کمک کنید و مخصوصا ورزشکاران، ایشون میگه حالا شما که به عنوان مسئول ورزشکارا صحبت میکنی چی کار کردی؟ درباره این که شما چرا زن خودتون طلاق نمیدین، من روز دوشنبه هم صحبت کردم، چون آقای سیامک زند که خودش خبرنگار بوده توی کاخ شاه و اینها، نوشته بود که آقا، البته شوخی کرده بود آقای غلام ترشیزی رو، نوشته بود این گلن ترشیده، این قیافش به مجاهدان میخوره. من نوشتم نو کامنت. بعضی وقتا وقت نمیخوای یه چیزی بگی که باعث درد سر بشه یا بین شما یا دیگری یا دوتا دوستت، میگی من هیچ ترجیح میدم من نظری ندم. ولی دوست عزیز من گفتم این دوستان من رو یاد عرق خورایی میندازن که چه فیلمای فارسی، چه حتما دیده بودیم تو فامیل و دوستامونم داشتیم، یه کسای عرق میخوردن بعدش هم میرفتن دهنشون میشستن، یعنی نشون بده که دست نماز داشتن، دهنشون میشورن و همین نماز میخونن. بعضیا میگفتن اینا میگن که حالا ما نماز میخونیم، اگه فردا خدایی بود روزی که خواست به اعمال ما به اصطلاح رسیدگی کنه، میگه بابا اقلا این دو رکعت نماز خونده. و این ماجرای آقای فیلابی، گلن ترشیزی و دیگران، دوست عزیز آقای ترشیزی، آقای فیلابی در نظر مردم معمولی مثل من که نه هوادارم نه عضو سازمان مجاهدین هستم، خود رجوی با اونایی که عضون گفته اینایی که هوادارن یه مش آدمای مفتخورن. بعد منظورش منوچهر سخایی و احتمالا شمام بوده. در نظر ما شماها همون عرق خورهایی هستید که اینجا عرقتون رو میخورید، زندگی در کشورهای اینجوری، ولی خودتون رو بعد دهنتون رو میشورید با مجاهدین نماز میخونین که جزو این باشین. این صحبتی که آقای بهرامی میکنه، برای کسانی که همه برنامه های ما رو ندیدن توضیح دادم، بفرمایید. با این ملی میکنه ما
عضو کمیسیون ورزش هستن، چه کار ورزشی برای این جوونا کردن؟ چه کار ورزشی؟ و ضمناً آقای اسفندیار منفردزاده، من برنامه گذشته خدمت گفتم، فقط به ایشون بگیم من هر موقع ایشون تشریف بیارم با کمال میل در خدمت شما هستم، هیچ مسئله ایم نیست. فقط خواستم بهش بگم یادت. نه نه نه، تو تلویزیون مردم اینجوری کار نمیکنه. آقای چمنارا به من میگه هر وقت آقای صدرالاشرافی یا میرزا آقاسی آمد من در خدمتشونم. ببخشید اینو میگم، من نه رئیس دفتر شما هستم، نه سکرتر شما هستم، نه کارمند شما هستم که از اینجا بگی سوربی زنگ بزن ببین اسفندیار منفردزاده میاد با مصاحبه کنه، اگه اون اومد به من بگو. خودتون تماس بگیرید، ایشون ایمیل داره، ایمیلش هم خیلی ساده است، فیسبوک داره و روی هر برنامه‌ای که میبینید ایمیل ایشون نوشته شده. تماس بگیرید باشون، دعوتشون کنید خیلی مؤدبانه به مناظره. اگه ایشون میگه من راننده، آقای منفردزاده میگه راننده تاکسی بوده و اینها، ولی شما میگه ایشون نمیدونم تاکسی بار داشته بعد بی ام و اینها، اینا رو با خودشون. ولی اینکه سوربی بشینه اینجا، اگه رضا و علی پول دادن شما بیای برنامه بذاری، اگر آقای اسفندیار منفردزاده حاضر شد شما بیای مناظره کنی، عزیز من فلسفه تلویزیون مردم این نیست. تلویزیون مردم سوربی برای برنامه خودش به اندازه کافی زحمت میکشه. امروز بعد از 2 هفته با دوستی که قرار گذاشتم مصاحبه میکنم، جمعه آینده با یه دوست دیگه ای که فینانشال ادوایزر هست، مشاور دارایی و مالیاتی و اینها هست، صحبت میکنم. من به اندازه خودم کار دارم، قرار شد شما بیاین این گلیم رو یه گوشش رو بگیرید، نه اینکه بشینید وسط گلیم بگی حالا سوربی یکی دیگر رو پیدا کن، که 3 تا دیگر رو پیدا کن منو بلند کنه بشم حضرت سلیمان. بفرمایید. باشه اون کانون یادت باشه، اون سینما دیامون یادت باشه، ما بچه اونجایی که خودشون دیگه بفهمم من کی هستم. و ضمناً یکی دیگه هم که یه اشکالی دیگه هم که از آقای چمنارا، آقای چمنارا خیلی از قرآن راستین صحبت میکنه. قرآن راستین چیه؟ شما یه زمانی با آقای سروش و نوری علا و یه چند تا دیگه از جنبش سبز میگفتین، اصلاح طلبی میگفتین، چه کاری برای مردم ایران میکنی؟ به خاطر اینکه این حرفای شعارهایی که میدین بس دیگه، بیان یه ذره تعلیم دموکراسی به مردم بدین، دموکراسی چی هست یاد بگیرن، نه اینکه قرآن راستین. قرآن راستین چی هست؟ همین جمهوری اسلامیه دیگه، همین داعش دیگه، همین عربستان سعودیه دیگه. شما بگین این قرآن راستین از کد. حالا من یه پیشنهاد دیگه هم به شما میکنم، چون باید برم سراغ مهمون. آقا شما نگو به اون چی نگه، شما بیا بگو چی بگی، خودت بگو دیگه، نگو که دیگری بیاد اینو بگه. شما که الان انقدر قشنگ داری صحبت میکنی، وقتت رو با آقای چمنارا، با منفردزاده، با ایکس ایگرگ مجاهدین تلف نکن. شما بیا از دموکراسی بگو، شما بیا از حقوق بشر بگو، شما بیا از آزادی سخن بگو، شما بیا از بعد از آزادی سخن بگو. در اصل ممنونم، 5 دقیقه و 12 ثانیه با شما بودیم. اگر میخواین این کار رو ادامه بدید با برنامه با من تماس بگیرید، بگید کی چجوری، مثل مثلا دوشنبه ها دیگه من میدونم بین 10 تا 15-16 دقیقه با این دوستمون هستیم که از خلیج فارس لطف میکنن برنامه میذارن، اونجوری برنامه های نظم و ترتیبی پیدا میکنه. بعد شماها با مقید کردن خودتون که من امروز برنامه دارم باید بیام بشینم برنامه اجرا کنم، به دوستان بیننده هم احترام میذارید. ساعت 3 است، ببرم شما رو فرانسه. آهنگی میزنه این، ببینم این دوستمون هستن. بله ببینید قرار اینجوریه، ماشاءالله. چی میگفتن اون وقتا؟ سر ما رو گنده، ولی ایشون گنده نیست، ایشون قد بلندی داره چون والیبالیسته. اتفاقا گفتم من دوشنبه ها سراغ شما نمیام چون میدونم والیبال بازی میکنی، گفت من 2 روز در هفته بازی میکنم والیبال، امیدوارم سالهای سال این کار رو انجام بدم. من یکی از افتخاراتم اینه که چند بار ایشون رو در تلویزیون های ایرانی اینجا دیدم، در کانون به اصطلاح دوستداران فرهنگ ایران دیدم، و شما هم حتما این چهره رو
میشناسید. آقای دکتر حسین لاجوردی، سلام میکنم خدمتشون، بهشون خوش آمد میگم. و پس از اینکه ایشون هم با شما دوستان سلام و احوال پرسی کردن، درباره یکی دو موضوع، مخصوصا اون موضوع 380 هزار دلار یا 2 میلیون کمک های وزارت امور خارجه رو با هم صحبت میکنیم. آقای لاجوردی خوش آمدید، ممنونم که دعوت من رو قبول کردید. این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. من هم سلام میکنم به شما و به همه بینندگان با ارزش شما، همینطور همه هموطنان عزیزم در همه جای دنیا. خوشحالم که باز این فرصت هست خدمتتون باشم. خیلی ممنون. شما پاریس هستید یا لس آنجلس؟ پاریس. پاریس هستم. بله. چند هفته پیش من یک ویدیویی رو دیدم، البته آقای لاجوردی انقدر آدم خوبی هست و به اصطلاح تینت خوبی داره، گفت من معمولا توی برنامه‌ها اسم دیگران رو نمیارم، و دیدم کاملا درست میگه. حتی تو اون برنامه هم ایشون همراهی نکرد با اون شخصی که اسم می آورد و اینها، و ایشون میگه که به اصطلاح من اگر چیزی بلدم، چیزی در چنته دارم، اون رو به مردم ارائه میدم، قضاوت رو به مردم واگذار میکنم. ممنونم آقا، خیلی ممنون، من از دوستانی مثل شما یاد میگیرم. لطف کنید اولا اون روز یک کمی اظهار ناامیدی کردید. چرا ناامید شدید از این به اصطلاح جنبش ها، از این حرکات اپوزیسیون؟ البته خب میدونم اینا کارهایی کردن که بهشون میگن کمپوزیسیون دیگه، تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، و اون ماجرا رو توضیح بدید. ضمناً امروز ما میخوایم زندگی شما رو بخریم 5000 دلار، و ماجرای این که شما میای میگی من زندگیم 5000 دلاره ولی ماشینی که رانندگی میکنی 40000 دلار قیمتشه، این رو هم برای دوستان بگید. خیلی ممنون، بفرمایید. من در خدمتون هستم. ببینید، اولا که باید خدمتون بگم که من ناامید نشدم. تا موقعی هم که نفس میکشم ناامید نمیشم. بعضی وقتا آدم دلزده میشه، این تفاوت میکنه. آقای سربی، من 12 سالم بوده که توی محلمون اون موقع تو تهران تو خیابون خیام یک کوچه ای بود بین خیابون خیام و بازار پارچه فروشا و اینها، اسمش کوچه لاجوردی بود. این کوچه هنوزم شهید نشده، هنوزم اسمش لاجوردیه. یک کوچه باریکتری اون بغل بود که خونه ما سر نبش اون کوچه و این کوچه بزرگتر بود. تو اون کوچه باریکتر من با چند نفر یک تنابی رو میبستیم به این وسط کوچه و والیبال بازی میکردیم. اسم اون تیممون رو روشوندیم تیم امید. همچنان باور بکنید که اگر که کتابای منو ببینید، صحبتهای منو دنبال بکنید، بالاترین واژه‌ای که استفاده میکنم همیشه امیده، چون اعتقاد دارم به این قضیه. ولی این دلزدگی تفاوت میکنه با این مسئله امید. امید به هر حال اگر نباشه آدم زنده نیست. بعضی از مواقع هستش که آدم در مقابل یه سری مسائلی قرار میگیره، خودش علامت سوال به وجود میاره. اون علامت سوال اینه که من کیم، من کجام، چی کار دارم میکنم. این آقای شمی صدای من میشنوید؟ بله بله، من ساکت شدم تا صدای شما شنیده بشه، بفرمایید. بله بله، به این معناست فقط، اگر نه چیز دیگری وجود نداره. بحث اپوزیسیون هم که میفرمایید، در حال من خودم هم خودم رو یکی از اعضای این اپوزیسیون میشناسم. یعنی اپوزیسیون حالا با مفهوم فرانسش که پوزیسیون و اپوزیسیون هست، طبیعتا معانی و مفاهیمش در جوامع مختلف متفاوته. در جوامع پیشرفته شما اپوزیسیون دولت هستید، چون دولتی وجود داره و مثلا نمیدونن دموکرات ها در مقابل جمهوری خواهان، در فرانسه یه جور، در انگلیس یه جور، در همه جای دنیا این وجود داره. نمیخوان که حکومت رو عوض بکنن، میخوان که در مقابل دولت برنامه هایی رو ارائه بدن که به نفع مردم باشه بیشتر و مردم راضی تر زندگی بکنن. بایی در جوامعی مثل ما، من اعتقادم برای اینه که اپوزیسیون ناگزیر باید که در بود و نبود اون
حکومت صحبت بکنه. من اسم دولت تو ایران نمیارم چون در ایران دولتی رو نمیشناسم واقعا. من حکومت جمهوری اسلامی رو میشناسم که اعتقادم بر اینه که هر ثانیهش ادامهش توی این مملکت به ویرانی این مملکت بیشتر کمک میکنه. پس در نتیجه من تکلیفم روشنه، من اپوزیسیون اون حکومت هستم برای اینکه اون حکومت سرنگون بشه، برای اینکه آینده جامعه ما بهتر از امروز بشه. از طرف دیگه اعتقادم بر اینه ما هر اون چه میکنیم مسئلمون بچه های ماست، بچه های فردای ما، بچه هایی که میخوان آینده ساز ایران بشن و غیره. ولی برای اینکه من مستقیما همینطوری ادامه ندم، اگر سوالی باشه بفرمایید، وگرنه هم برم سر اون پروژه‌ای که اشاره کردید. نه، سوالای من همون ماجرا هست. اولا ممنونم که شما گفتید که ناامید نشدید، دل سرد شدید. و یه نکته هم که شما گفتید خیلی جالبه، ای کاش دوستان دیگه هم هر از مدتی وایسن، مثل افرادی که توی جاده میرن یه جا وای میسن که ببینن به اصطلاح این راهی رو که دارن میرن درسته، اگه درسته ادامه بدن. و شما خیلی قشنگ اشاره کردید که من وایسادم و چون نگاه میکنم و اینها، گاهی وقتی خب دلسرد میشم. شاید دلسرد بودن باعث میشه که آدم برنامه های فرداش رو بهتر و اشتباهات گذشتش رو انجام نده. لطف کنید درباره همین ماجرای این کمک های وزارت امور خارجه و صحبت هایی که شده بود و فلسفه‌ای که شما فکر میکنید اگر دولت آمریکا کمک کنه پس نهایتاً شما وقتی پیروز بشی باید از اینها دستور بگیری، اون رو برای دوستان توضیح بدید. ببینید آقای سوربیت، من میدونید که عضویت و مسئولیت انجمن پژوهشگران ایران رو دارم، انجمنی که ما به هر حال 25 سال پیش، دقیقاً 25 سال و چند ماه پیش، برای اینکه جون 1992 بوده، در فرانسه به وجود آمده این انجمن. الان در 5 تا کشور دنیا دفاتری رو داره، نه ساختمون داشته باشه با اینها، اینا در جاهای مختلف دنیا ثبت شده و ما کار مشخص و رسمی انجام میدیم. در نتیجه فقط این نیستش که از یکی دعوت بکنیم بیاد سخنرانی بکنه و غیره و غیره. توی این مدت ما 54 کنفرانس انجام دادیم و اندازه یک اتاق فیلم داریم که متاسفانه اینها داره خراب میشه، چون نمیتونیم، امکان مالی نیستش که بتونیم اینا رو سیدیش بکنیم، دیویدیش بکنیم و در اختیار باشه. حالا اون یه قسمت دیگه، این اتاق فیلم وجود داره و همه جا این جریان کنفرانس های این 25 ساله رو نشون میده. از طرف دیگه 12 جلد کتاب چاپ شده. هیچ ادعایی هم نیست که ما بگیم ما بهترین کارهای دنیا رو کردیم، ابدا. ما تا اونجایی که توانمون بوده یک کاری رو انجام دادیم بدون امکان مالی. یعنی این که اگر که به یک کنفرانسی شما دعوت شدید مجبور بودید پول بلیط خودتونه بدید، پول هتل خودتونه بدید، اگر هم جا نداشتید بیایید گوشه اتاق ما بخوابید. کما این که بارها و بارها 15 نفر 16 نفر آدم توی دوتا اتاق خوابیدن. حالا اونم به کنار، برای اینکه این کتابا چاپ بشه باز بحث مشخصی بوده. اگر شما یه مقاله به ما دادید که این مثلا 20 صفحه مطلب بوده، 20 تا 8 پوند هم باید به ما پول میدادید که با این کتاب رو چاپ بکنیم. به این ترتیب این کتاب هم چاپ شده. حالا بعد از این 25 سال همونطوری که جناب علی به درستی اشاره کردید، ما نشستیم یه فکر دیگه ای کردیم. اون فکر اینه که اگر امروز جمهوری اسلامی سقوط بکنه ما تکلیفمون چیه؟ خب پاسخ خیلی ها اینه که بذارین سقوط کنه، بذارین اون نباشه، بقیهش همه چی حل میشه. این همون حرفی بودش که ما 40 سال پیش هم زدیم و دیدیم به چه روزی افتادیم. فارغ از این قضیه یه بحث جدیتر و جدیدتری وجود داره، اون اینه که سال 57 که شاه از ایران بیرون رفته، خمینی جاش آمده، آقای خمینی تنها کاری که کرده رؤسای مملکت رو عوض کرده، نخست وزیر رو عوض کرده، رئیس ستاد ارتش رو عوض کرده، وزیر دارایی و وزیر نفت و اینها رو عوض کرده. امروز چی؟ امروز اگر که
جمهوری اسلامی همین الان که ما داریم با شما با هم دیگه صحبت میکنیم سقوط بکنه، به قول یکی از کارشناسان بزرگ نفت ایران دکتر پرویز مینا توی همین فرانسه، میگه که 92 تا شرکت نفت تو ایران وجود داره، یعنی هر کسی برای خودش یه شرکت نفت داره، هر کسی جداگانه کار خودش رو انجام میده. شما در نظر بگیرید وقتی متجاوز از نیمی از بودجه مملکت در اختیار اون به اصطلاح دولت نیست، خب میگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بحث در اینه که ما اگر امروز فکر نکنیم اون دوران گذار رو باید چی کار بکنیم. دوران گذار یعنی چی؟ یعنی این که به عنوان مثال ما معتقدیم که مردم ایران باید که اون دنبال اون فکری که ما برای سرنگونی این مملکت داریم به ما اعتماد بکنن. اون اعتماد چجوری به دست میاد؟ اون اعتماد این نیست که من مرتب بگم مرگ بر خمینی، مرگ بر علی چلاغ، نمیدونم مرگ بر این زنده باد فلان، ابدا. اینا یه قسمت هیجانی کاری که ما سال 57 همش رو تجربه کردیم. بحثی که وجود داره اینه که اگر مردم بخوان به ما اعتماد بکنن، طبیعی است که ما باید که یه چیزی بهشون ارائه بکنیم. به عنوان مثال من بیام به مردم بگم که مردم نگران این نباشید که جمهوری اسلامی سقوط میکنه، وضع شما بدتر میشه، مملکت اختشاش میشه، چه میشه. من با همین بودجه محدود هم میتونم که به شرط این که به سوریه و یمن و عراق و نمیدونم حزب الله و غیره و غیره نرسم، به شما برسم. اینم برنامه من. حالا میخوام بحث حمایت منطقه‌ای و حمایت بین‌المللی رو بگیرم. اگر من چیزی تو دستم نباشه که به عنوان مثال به کشورهایی که خریدار نفت منن، خریدار گاز ایران هستن، نگم که آقا ما فردایی که جمهوری اسلامی نباشه به عنوان مثال بازار آزاد داریم، به عنوان مثال اینقدر تولید نفت میکنیم، این مقدار نمیدونم گاز تولید میکنیم، این مقدار میفروشیم، به کجا میفروشیم، به همه اینا مشخص باشه تا تکلیف بقیه ایم که احتمالا میخوان حمایت بکنن از وجود یک حکومت دیگه و بر علیه حکومت جمهوری اسلامی مشخص باشه. به این معنا ما آمدیم در انجمن پژوهشگران ایران یک پروژه درست کردیم. این پروژه چیه؟ این پروژه فردای ایرانه که لحظه‌ای که جمهوری اسلامی نیست، دوران گذار چه میشه. 30 بزرگترین مسائل ایران رو طبقه بندی کردیم. برای هر کدوم از این مسائل یعنی چی؟ یعنی این که فردا که جمهوری اسلامی نیست تکلیف پاسدارا چیه؟ آیا میخوایم بریزینشون تو دریا؟ تکلیف مخالفین موافقین باقی مونده جمهوری اسلامی چیه؟ تکلیف مدرسه ها چیه؟ تکلیف دانشگاه ها چیه؟ تکلیف حقوق بشر چیه؟ تکلیف آب و محیط زیست چیه؟ تکلیف نمیدونم آزادی های مصرح در قانون احزاب چیه؟ ما برای اینا رو داشته باشیم. چجوری این به دست میاد؟ ما آمدیم برای این 30 مسئله برای هر کدوم 7 تا 8 تا 10 تا کارشناس گذاشتیم. این کارشناس ها در یک تیم کار میکنن سر مسئله مثلا نفت ایران، سر گاز ایران، سر مسئله سپاه پاسداران ایران. این 7 تا 8 تا 10 تا آدم یک رئیس تیم دارن. این تیم 3 آدم داره که بازرسی میکنه این رو. اینا مقالاتی رو تهیه میکنن و به مدت 6 ماه تا 1 سال این رو در اختیار ما قرار میدن. این مجموعه 14400 صفحه مطلب میشه. حالا به این معنا ما آمدیم میگیم که آقا این ایرانی هایی که این همه کارشناس ما داریم خوشبختانه بسیار بالا، این مجموعه همه هم عاشق ایران هم. ولی با عاشق ایران تنها بودن که نمیشه زندگی کرد که. طرف میخواد اجاره خونه شو بده، طرف میخواد قسط خونه شو بده، طرف میخواد خرج خونه شو بده. ما اومدیم میگیم که آقای ایکس، خانم ایگرگ، شما که اینقدر عاشق ایرانی، اعتقادم داری تو این پروژه کار بکنی، بیا 50% از حقوقتو نگیر، 70% از حقوقتو نگیر، بقیه شما مجبوریم بهش بپردازیم که اون بتونه زندگیشو بگذرونه، 6 ماه 1 سال هم اینجا کار بکنه. خب این پول میخواد، این پول باید از کجا تامین بشه؟ من اعتقادم بر اینه که این پول باید که از طرف ایرانی ها تامین بشه. خب ما این اومدیم اعلام کردیم. وزارت خارجه امریکا در زمان آقای اوباما تماس گرفتن که
قسط اول 380 هزار دلار از اینو ما پرداخت میکنیم این کار رو انجام بدیم. جواب من چی بود؟ من اومدم اینم به مردم گفتم، گفتم اگر که ما این پول رو بگیریم از امریکا، از عربستان، از اسرائیل، از انگلیس، از فرانسه، باید آینده ایران برای اونا درست بکنیم، برنامه‌ای رو درست بکنی که به درد اونا بخوره نه به درد مردم ایران. پس این پول باید از طرف مردم ایران پرداخت بشه. مردم ایران یعنی چی؟ یعنی خوشبختانه، خوشبختانه ما این بیشمار آدمی رو که سرمایه دار هستن در خارج از ایران، هم در امریکایی که شما زندگی میکنید، یه نگاه دور براتون بنوزید ببینید چقدره. 2 میلیون دلار برای اینا هیچی نیست. ولی بحث در اینجاست، اعتماد از بین رفته. هدف ما این بودش که نه این پول دست حسینی لاجوردی بدین. این پول رو یک نماینده از طرف انجمن ما، یک نماینده، یک حسابدار، یک وکیل، یه مجموعه به وجود میاره، این پول در اختیار اونا قرار میگیره. آقای سربی میخواد که در رسانه ها برای آینده ایران یک فکر مطرح بکنه. این قدم پول باید به آقای سربی داده بشه. این پول از طرف اون گروه رایزنی کارشناسی در اختیار آقای سربی قرار میگیره، ازش رسید گرفته میشه، تحویل اون کسی که سرمایه رو گذاشته داده میشه. یعنی همه اینا مشخص و مشخص بود، اینها رو داشته باشید. خب این پول که نیامد که، ولی خب توی یکی این تلویزیون ها آمدن گفتن که بیا بگو این پولی که گرفتی چیکار کردی. خب آقای سربی ببینید، مسئله در همین جاست. مسئله در اینه که اونجایی که آدم میگه یک کمی دل زده میشه، یک کمی دل سرد میشه، نه به این معنا که کنار میگذاره، راه دیگر رو طبیعتا دنبال میکنه. مسئله‌ای که من دارم اینجاست که آقا ما اگر که نتونیم برای فردامون فکر بکنیم، هی بیان جلسه تشکیل بدیم، هی نمیدونم فوش به این بدیم، هی فوش به اون بدیم، هی نمیدونم همدیگر رو تخریب بکنیم، راه به جایی نمیبره. این یه قسمت. یه قسمت دیگه اگر اینجا سوالی هست بفرمایید. که شما گفتید در دوره به اصطلاح اوباما ادمین، اون موقع زمان خانم کلینتون بود یا زمان جان کری، و از کجا اینا فهمیده بودن طرح شما که به اصطلاح اون 2 میلیون پول لازم داره ولی اینا حاضر شدن 380 هزار دلار بده؟ این در زمان اوایل آقای اوباما بود، در زمان خانم کلینتون. خانم کلینتون بله. کجا مطلع شده بودن؟ طبیعتا وقتی تو تلویزیون ها آدم اعلام میکنه همه مطلع میشن، چون هر کدوم ما، هر تلویزیونی، هر آدمی که احساس بکنن که ممکنه جایی وجود داشته باشه، اینا تعقیب میکنن. اینا مرتب، این نیستش که ما فکر بکنیم که ما هممون برای خودمون تنها کار میکنیم. نه، مسائلی که وجود داره اینه که حداقل من در مورد خودم که میدونم، به هر حال توی فرانسه و انگلیسی که من زندگی میکنم، اینجا بسیار بسیار روشن همه چی رو دنبال میکنن، همه چی مسئله خیلی خیلی روشن. بسیار عالی. البته ناگفته نماند، به نظر میرسه طرحی که شما داشتید احتمالاً کارساز هست که اونها حاضر شدن 380 هزار دلار بدن، چون آقای جان کری به این دکتر، به یکی از دوستان، شما میگید اسم نبرید، به یکی از دوستان گفته بود که از اتاق من برو بیرون. گفته بود چرا؟ گفته بود هر روز یه نفر مثل شما میاد و به ما میگه که به من اینقدر پول بدید تا من برم ایرانو آزاد کنم. ممنونم از توضیحتون. فقط شما تو یک جایی گفته بودید که من همه زندگیم 5000 دلار ارزش داره. من پشت سرتونم گفتم اگر کسی بخواد که من کاغذی بنویسم که آقای دکتر لاجوردی پولی نداره، من حاضرم، چون سالهاست ایشون رو میشناسم، سالها به ایشون گفتم اگر مایلید یک کمکی کنید تا به اصطلاح برنامه‌هاتون رو پخش کنم اینها، و ایشون همیشه گفته من پول ندارم. دیگه اگر کسی داشت این همه مدت و این همه به تکرارم میکردم نمیگفت ندارم. ماجرای اون 5000 دلاری که گفتید همه زندگیتون 5000 دلار میارزه، بعد یه نفر اعتراض کرده که آقا این ماشین تنات 40000 دلاره، لطف کنید فکر کنم برای جمعه به اصطلاح خالی از لطف نباشه. بفرمایید. اول اجازه بدید که در مورد اون که گفتید که آقای جان کری گفتن که هر روز یکی در اینجا رو میزنه، یک موردی رو من در جریان قرار گرفتم
اونم این بود که در زمان آقای بوش ایاتون باشه 75 میلیون دلار گذاشته شد، اشتباه نمی کنم درست میگم دیگه، یا 70 یا 75، بله یکی از این دوتا بود، بله همچین رقمی، و قرار شده بود که این رو در اختیار برای سرنگونی جمهوری اسلامی استفاده بکنن که خب بحث جدایی بود، ولی موردی که من در جریانش قرار گرفتم این بود که گفته شد که یک کسی رفته اونجا و تقاضای 20 هزار دلار کرده، بعد در پاسخ بهش گفتم مثل اینکه تو اجاره خونه ها عقب افتاده نه مسئله ایرانه. ولی حالا این از این. در مورد اینی که من زندگیم چقدر میارزه، اولا که آقای صبحی من یه سه خدمتون بگم، من از اونایی نیستم که بگم که اگر که امکان مالی فراوون داشته باشم بدم میاد، اصلا اصلا من از اونها نیستم. من امکان این رو در طی این حداقل 30 و چند ساله ای هم که در خارج از ایران داشتم دارم که بتونم کار تخصصی خودم رو انجام بدم و مشکل مالی که نداشته باشم هیچی، حتی به قول شما اون حداقل ها رو بتونم پرداخت بکنم، برای اینکه من طبیعتاً کار تخصصی دارم، دانشگاهی هستم، هرچی بمانم، ولی بخواستم بگم که منم بدم نمیاد داشته باشم، ولی ارزش ها و قیمت ها مطرحه. من راهی رو انتخاب کردم که اگر کشته شدن توش نباشه پول توش نخواهد بود، یعنی این روشن روشنه با وجود حکومتی مثل جمهوری اسلامی. و اما جریان 5000 دلار به این ترتیبه که ما 2 سال پیش یک کنفرانس لغو اعدام در دانشگاه UCLA در لس آنجلس داشتیم. من کنفرانس رو افتتاح کردم، آمدم پایین تو سالن، دیدم که 2 نفر آقا خیلی مؤدب آمدن سراغ من و گفتن که ما با شما یه کاری داریم، یه سوالی داریم. گفتم بفرمایید. گفتم که میخواییم بیرون از سالن سوال بکنیم. گفتم بفرمایید. البته اگه اروپا بود نمیرفتم بیرون از سالن به این راحتی. رفتم بیرون، خیلی مؤدب بودن. گفتن که ما در یک مصاحبه از شما شنیدیم که همه زندگیتون میارزه 5000 دلار. آیا درسته این؟ گفتم بله، ولی حالا الان ماشینم خراب شده دیگه 5000 دلار نمیارزه. گفتن که ولی این ماشین مال شماست. گفتم بله. گفتن این 35 تا 40 هزار دلار میارزه، پس چطوری ممکنه هم چیزی؟ گفتم فقط سوال همینه. گفتن بله. گفتم شما از فردا به این کمپانی مراجعه بکنید، روزی 12 دلار بدید، شما ماشین کرایه بکنید سوار بشید. اگر مسئله فقط به همینجا ختم میشه همینه. ولی آقای صبحی میدونید ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که ما به قدری به مردم دروغ گفتیم، به قدری کارهایی رو کردیم که روی هیجانمون بوده، الزاماً هم طینت بد نداشتیم. مردم به ما بی‌اعتماد شدن. این رو باید جدی تلقی بکنیم. مردم وقتی که شما ببینید در ایران نسبت به اپوزیسیون حرف زده میشه چگونه برخورد میکنن؟ خیلی از مواقع آدم میشنوه که به صورت جوک برخورد میکنه. بله، چوپان دروغگو شدیم. خود آخوندا فیلمای تهیه کردن از اپوزیسیون نشون میدن تو ایران، البته الان کمتر شده، اون دوره افراد دیگه‌ای که بودن جنبش و اینا را انداخته بودن اونا را میذاشتن و شده بود موجب به اصطلاح خنده مردم. اجازه بدین من شاید یکی از دوستانی که توی UCLA بوده و شما رو دعوت کرده بیرون و اون سوال کرده همین دوستمون باشه که الان روی فیسبوک نوشته که آقای لاجوردی با احتساب بدهی مردم در آمریکا ما هم تمام زندگیمون همون 5000 دلار بیشتر ارزش نداره. در صورت ممنونم آقای لاجوردی. از امروز شما هر زمانی یک برنامه‌ای داشتی، من هر وقتم اینجا خواستی بیای یا میتینگی بوده و اینها، برام وسایلشو که فرستادید، اون فلایر، پوستر، روزش و اینها، بدون هیچ چشم داشتی پخش کردم. این کارو باز انجام میدم. اگر هر زمانی هم احتیاج به چند دقیقه وقت داشتید در خدمتتون خواهم بود.
پولم لازم نیست بدید. اگر یه وقتی پولدار شدید خوشحال میشم تلویزیون مردم رو حمایت کنید، اگه نه هیچ، من ساکت میشم. شما اگه صحبتی دارید بفرمایید، با این امید که باز هم در هفته های آینده مهمون برنامه ما باشید با خبرهای بهتر و با دلگرمی های بیشتر. ممنونم از شما، بسیار بسیار سپاسگزارم آقای سربی. من فقط به عنوان هشدار عرض میکنم، یادمون باشه به خصوص توی همین یکی دو هفته گذشته، به خصوص دارم عرض میکنم، خطرات بسیار زیادی رو سر ایران پرواز میکنه. ما اگر هوشیار نباشیم، اگر دست از خودمحوری خودمون بر نداریم، اگر که نتونیم با حفظ عقاید خودمون با هم بنشینیم، چون ببینید دموکراسی معنی داره دیگه، دموکراسی یعنی که من با عقیده شما توافق ندارم، حتی مخالفم، ولی یک هدف مشترک دارم. هدف مشترک من با شما این میتونه باشه که این مملکت باقی بمونه، جمهوری اسلامی باقی نمونه. ساده تر از اینم نمیشه. در این حالت ما میتونیم با هم دیگه بنشینیم، دست از این خودمحوری خودمون برداریم، فکر بکنیم که اون مردم چی دارن میکشن. این زلزله اخیر خیلی چیزا رو نشون داد، خیلی همبستگی ها رو نشون داد، ولی ما هم وظایف و مسئولیت هایی داریم که بتونیم بهش بیشتر بپردازیم. بازم سپاسگزارم از شما. من ممنونم از شما، با امید اینکه که آخر هفته خوبی داشته باشید و روزهای بهتری در انتظارتون باشید. سپاسگزارم. مرسی. دوستان عزیز، با آقای حسین لاجوردی بودیم. خیلی قشنگ صحبت کردن، ماجرای اون 50% حقوق رو بدید. من رو یاد یه جوکی انداختن که میگن یه نفر عاشق دختر پادشاه شده بود و به دوستش میگفت که من دوست دارم با این ازدواج کنم. مثل همین عشقهایی که دوستان ما میخوان ایران رو آزاد کنن. و دوستش بهش گفت آخه مرد حسابی، دیوانه ای، دختر پادشاه کجا، تو کجا؟ گفت که ببین تو دیوونه ای، 50% کار تمومه، 50%ش موافقت شده. این ماجرای 50% از حقوقشون رو بدن، من و ناخودآگاه یاد اون 50% موافقت اون آقای عاشق انداخت. و درست این رابطه اون عاشق دختر پادشاه که به نظر کار محالی میرسید ولی امکان داره، با این چیزی که آقای لاجوردی میگه درسته و میخونه. این همون حرفیه که من دوستان برام مینویسن آقا شما که از همه ایراد میگیرید، بگید ببینیم که شما برنامه چیه. میگم اولا شما قبول، بازم این آقای لاجورد ببینید توی 20 دقیقه چقدر چیزها رو گفتن. ایشون گفتن آقا مردم باید برن زندگی کنن، مردم باید مخارج خونه، ماشین، باید پول ماشینی بده تا فردا بره کار، باید کار کنه تا پول خونهشو بده آخر ماه، پول بچه مدرسه بچهشو بده، پول خورد و خوراکشو بده. همه قرار نیست دست از جان بشورند و برن مبارزه کنن. اگر اونجوری عمل کنیم نتیجهش میشه مجاهدین. خداییش حالا این مریم قجر رو نمیدونم، آقای رجبی، هر چی میخواین دربارهشون بگید، ولی اینا دیگه زندگی ندارن که، زندگیشون ول کردن رفتن. حالا اون یکی مرحوم شده، اون یکی هم مفقود شده، هر چی بمانه. قرار نیست همه این کارو بکنن. هی به همه نگین شما چه کار کردی. آقا مردم زندگیشون رو میکنن، ولی شما اگه میای جلو، شما باید با برنامه بیاید. ایشون میگه که پروژه فردای ایران، هم صفحهشو نشون دادم، هم صفحه فیسبوک ایشون رو. ایشون هم مثل من همون اشکال داره، صفحه فیسبوک اولیش 5000 تا پر شده، رفته دومی رو باز کرده. متاسفانه ما بلد نبودیم. ایشون پابلیک فیگره، ایشون فعال حقوقی و نمیدونم حقوق انسانی و سیاسی است، باید به عنوان پابلیک فیگر یا به عنوان یک ارگانیزیشن صفحه باز میکرد. بله صفحه شخصی رو باز کنه برای خودش و فامیلش و اینها، ولی این صفحه حسین لاجوردی رو با فردای ایران باید یک صفحه بیزینسی باز میکرد. تو اون انلیمیتد میتونن داشته باشن. من اول صفحه اولشون رو دیدم، بعد این صفحه رو. در صورت سعی میکنم مهمونهای اینجوری بیشتر داشته باشیم، همینجوری که من در حضور شما به این دوستان میگم آقا حاضرین بدون پول هم بیان شما صحبت کنید. از بس مزخرف شنیدیم تو تلویزیونهای دیگه، آقا پول نخواستیم. شمایی که دو کلمه حرف درست میزنی بیا صحبت کن، شمایی هم که میخوای دو کلمه حرف حسابی گوش کنی دوستان باید حمایت کنید. من بهتون گفتم تلویزیون مردم
اگر میخواست از کسی پول بگیره، از کس زیر بار اون بره، برنامهاش اینجوری میشد. میبینید اینجا ما از خدا گرفته تا شما رو زیر سوال میبریم، از هیچ کسی ترس واهمه نداریم، به قول دوستان هیچ عبایی از کسی نداریم. البته آقای دکتر افشارها گفتن عبا درسته، ولی عبا به نظر من اون عبا و پوشش است، عبا یعنی ترس و واهمه. بله آقای دکتر لاجوردی، با آقای دکتر حبیب لاجوردی دانشگاه هاروارد مدیر تاریخ شفاهی هم نسبتی دارن، از خودشون سوال کنید. و اما سراغ فیسبوک، این آقای خوشنودی یک ویدیویی برای من فرستاده که ماجرای یک خانم، دختر خانم چینیز یا ژاپنی، ما میدونید بتم. اولا بذارید عکسی رو که فرستاده ازش تشکر کنم. یادتونه نقل این شاه کجا بود، مال عمان، که مریض شده، گفتم من نمیدونم اینا چرا اینقدر منگوله و زنگوله به خودشون آویزون میکنن. این گفت که بذار برات عکس شاه رو بفرستم، و گفت اینا منو یاد بند رخت میندازن که رو بند رخت لباسا رو آویزون میکنن. اینجا نوشته دوستان، محمد ناصر قشقایی در کتاب خاطرات شفایی، یا در خاطرات شفایی میگه، خاطرات شفایی کتاب نیست، ویدیویی هست که فکر کنم اون آقای دهباشی درست کرده بود. میگوید هر زمان که شاه به جایی وارد میشد که آمریکایی‌ها حضور داشتند، آنها زیر لب و با تمسخر، با کنایه به نشانهایی که شاه به خودش آویزان کرده بود میگفتن کریسمس تری آمد. کریسمس تری یعنی درخت کریسمس. درخت کریسمس اصل و چیزش دروغ، و اصلا همچین درختی اونجایی که جیزس بوده نبوده. بعد هی به مرور زمان منگوله به این ور آویزون میکنن، ای این کادای مادر بزرگم به اینجاش آویزون کنن، ای این اولین کفش بچه رو به اونجاش آویزون کنن. الان این خودش شده یه بیزینسی که این منگوله ها و زنگوله ها. ولی تو رو خدا نگاه کنید، آقایی که دیپلم نگرفته، باباش ازش ناراحت بوده، به جای اینکه بفرستتش مدرسه نظام، پارتی بازی کرده، آقازاده بازی، شازده بازی، فرستادتش دانشکده نظام، دانشکده افسری. از دانشکده افسری اومده بدون هیچ تجربه‌ای، بدون هیچ سابقه‌ای. ببینید این مدال‌ها، این نمیدونم اصلا خنده‌دار نیست، یا شاید هم گریه داره. ممنون و متشکر. بریم با سراغ مجید خوشنودی و این ویدیویی رو که از یک توریست ژاپنی گویا رفته ایران. ایران میگن آب میوه های قشنگ و خوب، اون موقع هم اینجوری بود، همه جا تو خیابونا هست و اینها، و این بیچاره، این دختر جوان میره توی یکی از این آب میوه فروشی ها، و من واقعا باور نمیکردم. میگه که صدای میکروفون خودمون رو کم میکنی رفت میشه، ولی جدا یادم به سلمونی ها افتاد. اون که صدای میکروفون خودتون کم میکنید، بزنم، بله، میدونید ماجرای این میکروفون و اسپیکر و اینا چیه؟ البته اسکایپ یه سیستمی داره که وقتی شما حرف میزنی اون خود به خود بلنگو رو قطع میکنه و نمیذاره این پیچش صدا ایجاد بشه. پیچش صدا، شما برین یه جایی تو مساجد و اینا اینجوری بود، تو کوه ها اینجوری بود، شما یه چیزی میگی اون هی تکرار میکنه، اون هی تکرار میکنه. بعضی وقتا میکروفونا حس فسفس هوا رو میگیرن، اینو هی میبرن تو خودشون، هی پخش میکنن به بلنگو، بلنگو میده به میکروفون، میکروفون میده به بلنگو، همینجوری همینجوری دور میزنه، آخرش سوت میکشه. سوتایی که توی بیشتر کنسرت های ایرانی میبینید، مخصوصا اگر عزیز آقا دی جی باشه. در هر صورت بذار ببینم این فیلم خوشنودی رو که برای من فرستاد کجا فرستاده، که من آمدم اینجا. آها، یه مقاله اینه فکر کنم، گوگل، نه اونی که من برای شما فرستادم. بله بابا دیگه نوشتم که این ویدیوی مجید خوشنودی، حالا تو صفحه شما هستم. خلاصه اینه که آقایه نمیدونم آب هندونه است، آب انار چیه، میده دست این خانم. این خانمه بیچاره میگه خیلی عالیه، تشکر میکنه. مرد با یک چیزی میگه چیه این ادا و اطفارا، خب خوردی راتو بکش برو. اصلا دختره گریه میکنه. بعد زیر این من دیدم هی نوشتن که بله این عوامل فلان ایساره. میگم آقا آخه تو رو به خدا یک کمی به خودتون بیان، وجدان داشته باشید.
شما 57 سال شاه و پدرش حکومت کردن، قشنگ و باز این آقای لاجوردی میگه اینا دولت نیستن که، اینا حاکمن، حکومت میان میکنن، حکومت کردن، ملت رو به جایی رسوندن که خمینی رو تو ماه دی. آخه چرا فکر کنید یه شب خراب شدیم؟ حالا گور پدر این آخوندا، اینا یه کاری کردن که الان مردم دیگه احسن شدن. این من وقتا رو فکر کردم گرگ بارون دیده است، بعد پتیک برام نوشته بود که گرگ بالون دیده است، یعنی مثل که تله رو، حالا میخونم پیداش میکنم میخونم، اینم جزء همون چیزا هست، توی پیج هست، ها توی پیجت گذاشتی باریکلا، بذارم پیداش کنم میگم. آخه یه جایی دیدمش، خب برای من لینکش اینجا بفرست، ولی حالا من الان خوشنودی رو پیدا میکنم اینو بهتون نشون میدم. آها، یکی دیگه از اشکالام همینه، وقتی یه چیزی رو میبینم یه جایی یادم میره که این طرف برای من فرستاده. بعد مجید خوشنودی هم دو تا پیج داری، اینجا یک نوشته خوشنودی مجید کاکو شیرازی، بعد که یک فیلم بعد گذاشتی، یک فیلم Your video may show graphic violence، میگه برخورد شدید پلیس اسرائیل. نه آقا دیگه اون نیستش که من میگم، نمیدونم، برای من لینکش اگه میتونی یه جوری تو مسنجر بفرست. در صورت اینه، ایشون نوشته که معنی لایک رو نمیدونه، من متوجه نشدم. آها فرستاد، خیلی بیچاره این مجید میگه آقا تو خودت با آقای بهرامی و دیگران میگی که من نه منشیتم نه رئیس دفترتم، وقت هی به من چپ و راز ارد میدی، چون شما جوون هستی، یکی دو بارم دیدم این بر اونور برای من مینویسی عمو، من به خودم این اجازه رو میدم و ازتم ممنونم. بذار ببینم که این پیدا میشه. بله، برخورد زشت، خیلی ممنون. گفت آری به اتفاق میتوان جهان گرفت. البته این دوستمون گفت آقا، آقای یزدان خدابنده بود، خدابندلو بود، نمیدونم آقای یزدان خدابندلو چی شد، صفحش هم بسته رفته، وقتی هم یه چیزی براش مینویسی جواب نمیده. رفتار زشت یک فروشنده لومپن بیشعور و لات و بی سر و پا که هنوز علامت لایک رو نمیشناسه و به رسم اراذل و اوباش قدیم از علامت بیلاخ، از علامت گودلاک برداشت بیلاخ رو داره و این برخورد زشت و تند و بی‌ادبانه رو با دختر ایرانی ژاپنی که به ایران آمده میکنه. این مرد جاهل واقعا لایق همون بیلاخ هم هست. خب حالا بذارم برات یه چیزی بگم، وقتی دوستان یه چیزی میفرستن برای من، من به جواب میدم، بعد طرف اینجوری میکنه، من به شوخی مینویسم این بیلاخ ایرانیه یا گودلاک آمریکاییه. خب من معنیشو میدونم، ولی یادت باشه اون دختر ژاپنی هم که میاد آمریکا باید بهش یاد داده باشن که آقا اگه داری رانندگی میکنی اینجوری کنی، این معنیش اینه. اینم خیلی مشکله، ولی از اینکه مردم عادی نمیدونن، کاسبا نمیدونن، حق با شماست. من روزی که اومدم آمریکا دیدم یه جایی نوشته Customer is always right. گفتم چجوری امکان داره که میگه مشتری همیشه درست میگه، همیشه حق با مشتری. گفتم چجوری امکان داره که همیشه حق با مشتری باشه؟ میدونن حق نیست، اینو چی میگن، انقدر تکرار میکنن که به اصطلاح تو مغز اون کسی که اونجا کار میکنه جا بگیره، که متاسفانه الان آمریکا هم به خاطر افرادی مثل من، خارجی های دیگه، اون چیزی که always right از بین رفته. میگم من این گروپان یه چیزی ازش خریدم 150 دلار، کردیت کارت که اومده میبینم یه روز بعد 909 دلار و 25 سنت یا 29 سنت یه نفر رفته لپتاپ اوردر داده فرستاده تگزاس. بنده همون موقع با این تماس گرفتم، اینم تلفن نداره، اون موقع لایف چت داشت دیگه، چت نداره، بالاخره با زور مکافات رو فیسبوک این و اون و با یو پی اس همه تماس گرفتیم. یو پی اس گفته که این هنوز دیلیور نشده، یعنی به دستشون تحویل داده نشده، ما نگهش می‌داریم. بعد آمدیم گروپان،
حالا بعد اینکه تازه جواب داده همش هم مثل رباته، ماشینه، مینویسه، آخرش هم یه تبلیغ میکنه تو حلقه، نوشته که بر اساس گزار، بر اساس بازرسی های ما این سفارش از کامپیوتر شما داده شده. میگم آخه احمق، اگه کسی هک کرده باشه معلومه یا سیستم منه یا وسط شما. هیچ وقت هم اینا قبول نمی کنن بگن سیستم خودشونه تا شکایت ها زیاد بشه، 100 تا 1000 تا بشه، بعدن یواش. میدونید اینا که میاد میگه مثلا ما 500,000 مشخصات مردم رو از دست دادیم، روز اول که طرف زنگ میزنه میگه نه احسان سیستم ما سکیور، بعدن هی شکایت ها که زیاد میشه بعد یه دفعه میاد میگه بله ما 3 ماه هست این مشکل داشتیم. اگر اکانت با گروپان دارین دوستان حتما چک کنید کردیت کارتی رو که در رابطه با اون هست، اگر پول زیادی ازتون گرفتن تماس بگیرید و برید روی یوتیوب، روی گوگل ببینید که این سوء استفاده هایی که به اصطلاح سکیوریتی یا اون سیستم امنیتی گوگل و اینها گروپان از بین رفته بوده اینا چجوری بوده. برگردیم به این کامرای 3 و این فیلم رو ببینیم که این برخورد این کاسب و این دختر ژاپنی. دوستان دیدید این خانمه با دست راستش علامت تشکر، گود لاک، اوکی، بعدم حالا به فارسی کلمه فرانسوی دیگه گفت مرسی. بعد آقای ناراحت میشه میگه منظور چیه، این حرکتا چیه؟ بعد این میگه یعنی گود، بازم قبول نمیکنه. گود دو نو بوجو کنوی حالا این دوستان آمدن زیرش یه چیزایی نوشتن، همین خود آقای خوشنودی هم که نوشته کلی فوش به این کاسبه داده. آقا این کاسبه بدبخت بی سواد کجا وقتی رفته جواز بگیره بهش گفتن اگر مهمون خارجی اومد، مشتری خارجی اومد، اینها فرهنگشون فرق میکنه؟ کجا؟ نداریم اصلا، سیستمی نداریم، همینجوری خر تو خر، شیر تو شیر. برای که به خودمون احترام بذاریم به جای خر تو خر میگیم شیر تو شیر، یعنی منم یکی از اون شیران این جنگلم. در صورت جنگل مولاست آقا، خوش آمدید به جنگل مولا. خب ویدیو خوشنودی رو نشون دادم، آب میوه فروش ایرانی، بعد عکس فری ساندویچ بهتون نشون بدم. همینجوری که گفتم اول برنامه گفتم این تنکسگیوین اینها منو یه جورایی یاد عید قربون خودمون میندازه که معمولا به جای اینکه روز تنکسگیوین همون جوری که بومیان اینجا به فکر این بودن که حالا اینایی که اومدن بلد نیستن توی این محیط کشاورزی کنن، به اصطلاح تولیدات تولید کنن و ممکنه از سرما بمیرن، کمکشون کردن، ما هم حالا کمک کنیم به یک کسی که خوراک نخورده. نه معنی که دیروز زور چلو کباب خوردم، دیشب تازه حالا تصمیم گرفتم سالم بخورم، خیلی چی نخوردم، امروز صبح نمیدونم نون بربری آقای بهرامی که از نیویورک فرستاده با کره و عسل خوردم، بعد تازه حالا نوبت تنکسگیوین که میشه، تنکسگیوین هم از این ور بوغلمون و از اون ور نمیدونم گوشت و از اون ور چیزای دیگه، حالا چون ما ایرانی هستیم یه برنجی هم باید پاش بذارم میخوریم که اصلا میگه بلافاصله، نگو بلافاصله، میگه 40% بعد از خوردن این خوراک تنکسگیوین تیک نپ، یعنی میخوابن، انقدر سنگین شدن که نمیتونن حتی خودشونو بیدار نگه دارن. ولی نگاه کنید این دوتا جوان هستن، یکی هم ورزشکار، اونم ورزشکاره. Free sandwiches for the homeless نوشته، اینایی که
بی خانمان هستن کنار خیابونا زندگی میکنن بیان اینجا ساندویچ. یادم سالها پیش آقای کوروش وحدانی که بعد از ما قهر کرد، دلیلش هم نفهمیدیم، این میبرد با خودش و خانمش توی این سوپ کیچنا خوراک درست میکردن، بعد میبرد پتو شب میداد به اینای کنار خیابون خوابیدن که از سرما نمیرن. این روزها توی ایران همه واتساپ و وایبر و فیسبوک و ایسنا دارن. توی ایران کمتر کسی هست که این گودلاک رو ندیده باشه، حتی بی سوادا. ببین آقا، قدر مطلق وجود نداره آقای مجید خان. شاید این بدبخت خدازده‌ای که من و شما امروز فیلمشو داریم نشون میدیم و دلمونم برای این دختر ژاپنی کباب شده، شاید این تنها کسی باشه که تو ایران هنوز واتساپ نداره، تنها کسی باشه که تلفن. بابا من تا چند مدت پیش از این تلفن ها داشتم، یه دفعه پسرم بهم گفت بابا اگه یه جا هستی تلفنت زنگ میزنه برو تو دستشویی. من گفتم معمولا من تلفن جواب نمیدم، اگه کسی هم زنگ بزنه بهش میگم که اینجا هستم بهت زنگ میزنم. گفت نه، کارم به صحبتت ندارم، کاری به این دارم که این تلفن خجالت میکشه آدم. شاید اونم مثل منه، واتساپ و ماتساپ نداره، کارگریه. این آب میوه گرفتن و مغازه رو باز کن و اینا رو آماده کن و برو میدون چیزا رو بخر بیار و شب تمیز کن و بعد حالا تازه برو زندگی خونه خودتو بچرخون. آقا خیلی کار داره. همه مثل من و شماها این نعمت رو ندارن که بشینن جلو کامپیوتر. وقتی هم جلو کامپیوتر نیستم، من تو ماشین که دارم میرم تلفن دستم، هی اینجوری میکنم، هی اینجوری میکنم، هی اینجوری میکنم، هی اینجوری میکنم، جواب ایمیل رو میدم، جواب اونو میدم. باید ببینیم فرهنگ اشکالش چیه، اونو رفع کنیم. مشکل ما اونه، باید بشینیم اونو رفع کنیم. آقا ژاپنیه، اون طوری که براش میذارن میارن، اون باید بگی که آها اینجا قانونشون. ویتنامی‌ها وقتی میان آمریکا میدونی خوراک خوردنشون خیلی بده. البته بعدن بهتون گفتم اینا وقتی خوراک میخورن مزه واقعی خوراک رو با تمام دهنشون حس میکنن، چون هوف میکشن، سوف میکشن، چه میدونم. ولی اینجا بهشون یاد میدن چگونه با قاشق و چنگال چی کارد و چنگال چی بخورین، با این چوبای چیز نخورین و اگه رفتی یه جایی این کارو نکن، اون کارو نکن. در صورت اشکالا زیاده، نه فقط تو ایرانیا، تو همون ژاپنیا هم قولت میدم یه اشکالایی بپرسید از اونایی که رفتن ژاپن، ایرانیا چه بلایی سر اونها اومده. حالا یا ایرانیه ندونسه یا اون طرف نفهمیده این خارجیه، مثلا فرهنگش فرق میکنه. در صورت از این مشکلات هست. ممنون و متشکرم. و همه عاشق ایرانن. 50% از حقوقتون اگه دادین عشقتون ثابت میشه. پروژه فردای ایران باز قشنگ گفت آقای لاجوردی، خمینی با یک شاه و با یک سیستم روبرو بود و مقابله کرد. هر کسی بخواد بره امروز با 93 تا سازمان و چیز مختلف. حقیقتا اگر عدم تمرکز رو که شاه آرزوش بود و نتونست اجرا کنه، البته اون منظورش این بود که دولت سازمان ها این ورور داشته باشه که برای هر کاری تو مجبور نشی بری تهران، نتونست. عدم تمرکز رو نتونست. آخوندا این همه تخم مرغ‌ها رو توی بسکت نذار، توی سبد نذار رو اجرا کردن، پخش کردن همه جا و شدن مثل قده سرطانی. شما دستتو عمل میکنی زده به کبدت، کبدتو عوض میکنی. آقای لاجوردی میگی شما بشینید ببینید میخواین چه کار کنید. آقا خانم، شما انتخاب شدی مثل نخست وزیری آقای بازرگان، دولت موقت، این دوران گذار که میگن اینه، دولت موقت هست. شما برنامه تون چیه؟ شروع میکنیم از آقای رضا پهلوی. رضا پهلوی که 3 بار جواب داده به سوربی. برید به خودتون مدیونین، اگه تا حالا نگاه نکردید بنویسید توی گوگل سوربی فاصله رضا پهلوی، 3 بار جواب داده. من کاری ندارم، من وایس. همین چند روز پیش کجا بود، تظاهرات بود چی بود، گفته بود من کاری ندارم، چیز نمی کنم، جنبش و فلان اینا، وای میسن ببینم مردم چی میگن. ولی 3 بارش خود من یقشو گرفتم. والا ما یقه بگیر نیستیم، وقتی این دیگه اصطلاحه. سوال کردم آقا شما شاه هستی یا نیستی؟ اگه هستی برنامه چیه؟ اگه نیستی بگو نیستم. برید ببینید چه مزخرفی جواب میده این آقا رضا. پس سلطنت طلبا ببخشیدا، شاه الله یا خفشید، برنامه‌ای برای گذار ندارید. بیام سراغ رجوی. رجوی خود مرحوم،
خانمش مظلوم، خیلی مظلومه این ماشاءالله. 3000 نفر 2000 نفر رو علاف کرده توی آلبانی، همه جا تبلیغ میکنه، همه ایران طرفدار ما هستن. آقا بگو برنامه چیه؟ به قول آقای لاجوردی فردا که اومدی مثل این فاضلی نادان میگی من میخوام پاسدارا رو به درخت آویزون کنم که تا پاسداره تا تیر آخر تا اسلحه نمیدونم تق و قنتق چی میگفتن قنتق تفنگ بزنه تو سرت مقاومت کنه، یا اینکه میای اینا وقتی اومدن من یادمه اصلا یک کلمات عربی آوردن که ما نشنفته بودیم تا موقع، الیوم یوم المرحمه، نمیدونم لوح ملغبه نیست. اینو اون دوستمون پسر آقای جزائری که فامیل اونم بود به من گفت، محمد جزائری. اگه کسی از محمد جزائری و مهدی جزائری هم خبر داره به من بگه. و گفت امروز روز ملغمه و کشت و کشتار نیست، امروز روز مرحمت بخشیدنه. اینا با این برنامه اومدن چه بلایی به سر مردم آوردن؟ شما هیچ برنامه نداری. به این مجاهدا میگم آقا برنامهشون چیه؟ میگه برنامهشون که نمیتونن بگن، سریه. مثل اون مردی که دیوانه فردوسی بود میگو ما میخوایم بریم سالواسیون آرمی را بندازیم، اصلا این نمیدونه سالویشن آرمی، آرمی نیست، ارتش نیست، یعنی یه نیرویی که مثلا کمک میکنن. کارمون خیلی خراب این روزها. بله اونو دیدم. خب ببینم اینجا دیگه چی دارم. آها ساعت 4 بعد از ظهر یعنی 9 دقیقه دیگه آقای حسن ارشاد 156 برنامه رو ضبط کردن فرستادن و درباره طرد عبدالله معنوی و مسیح الله روحانی توسط بهائیون و بیت العدل هست. من وقتی نوشته بود اینو فکر کردم منظورشون اون طرد معنوی و طرد دفتری این چیزاست، ولی طرد عبدالله معنوی. ویدیوی سی نو این ویدیو رو بهتون نشون میدم به زودی، یعنی تو همین ویکند فارسیشو زیرش می‌نویسم. یکی از دوستان زحمت کشیده، با زحمت ایشون این رو به شما تقدیم میکنیم. این رو هم میذاریم تا این ماه دسامبر و نوامبر و اینها بیا تو به اصطلاح بره. هم اون آگهی رو گذاشتیم که اون بچه‌هایی که احتیاج به کمک دارن و یه بیمارستانی کمکشون میکنه و پولی ازشون نمیگیره، ولی اون بیمارستانه از من و شما میخواد که با ما 19 دلار با ما 30 دلار 40 دلار 100 دلار کمک کنیم، مجانی گذاشتم. این رو هم گفتم با کمک و حمایت یکی از دوستان زیرنویس فارسی میذاریم و برای شما پخش میکنیم. شما هم اگه مایل هستید ویدیوهای این چنینی که به قول آقای بهرامی مشوق دیگران هست به جای صحبت سوربی پخش بشه، نه به جای سوربی، خواهی که من صحبتم نکنم که دیگه وای نمیسم اینجا، میتونید با تلویزیون مردم تماس بگیرید و این کار انجام میشه. بشنوید و ببینید، چون ایشون انگلیسی صحبت میکنه مطمئنم خیلی از شما میفهمید، ولی برای کسایی که انگلیسی نمیدونن زیرنویس فارسی از دوشنبه حاضر میشه، شاید هم از فردا یا پس فردا. When I got married I belonged to a very conservative family, a Baloch family where good daughters never say no to their parents. میگه من همینجوری بگم یا بذارم بعدن دیگه؟ نه میذارم بعدن، ببخشید دوباره از اول براتون پخش میکنم. I was 18 years old when I got married. I belonged to a very conservative family, a Baloch family, where good daughters never say no to their parents. My father wanted me to get married, and all I said was, if that makes you happy, I'll say yes. And of course, it was never a happy marriage. Just about after 2 years of getting married, about 9 years ago, I met a car accident. Somehow my husband fell asleep and the car fell in the ditch. He managed to jump out, saved himself. I'm happy for him. But I stayed inside the car and I sustained a lot of injuries. The list is a bit long. The radius ulna of my right arm were fractured. The wrist was fractured. Shoulder bone and collarbone were fractured. My whole rib cage got fractured. But that injury that changed me and my life completely was the spine injury. Many people came to rescue. They gave me CPR. They dragged me out of the car. And while they were dragging me out, I got the complete transection of my spinal cord. Those 2.5 months in the hospital were dreadful.
I was at the verge of despair. One day doctor came to me and he said, well, I heard that you wanted to be an artist, but you ended up being a housewife. I have a bad news for you. You won't be able to paint again. Next day doctor came to me and said, your spine injury is so bad, you won't be able to walk again. I took a deep breath and I said, it's all right. Next day doctor came to me and said, because of your spine injury and the fixation that you have in your back, you won't be able to give birth to a child again. That day I was devastated. I started to question my existence. Why am I even alive? So what kept me going was, one day I asked my brothers, I know I have a deformed hand, but I'm tired of looking at these white walls. ببخشید دوستان، این ویدیو رو که میبینید از اول تا آخرش اون بالا با سفید و سیاه، پایینش زیرنویس. تو رو خدا به خاطر هر چی دوست دارید وقتی یه ویدیوی دستتون میفته خرابش نکنید. این یه چیزی رو از اول تا آخر گذاشتن به این بزرگی، این اصلا توهین به خودتونه، توهین به بیننده هاتون هست. اگر کسی اصل این ویدیو رو میتونه برای من بفرسه تا من اون فارسی زیرنویس رو بذارم. زیرنویس رو که میذارید با رنگ‌هایی بذارید که ضمن اینکه قشنگ خونده میشه اذیت نکنه، نه چشم طرف رو، نه یادم میاد سالها، نه تلویزیون طرف رو، کامپیوتر طرف رو. سالها پیش این آقای دکتر کی بود خدایا یادمون رفت، علی اکبره، چیز به من زنگ زد گفت آقای سربی به این داور بگو که این چیزها رو، اسما رو که مینویسه، تلویزیون موقع 10,000 دلار، قهاری، دکتر قهاری میدونید خیلی پولدار بود، اینجا یه چیزایی به ثبت رسنده بود اینها، گفت که آقا بهش بگو که این پیکسلای تلویزیون ما رو داره از بین میبره. وقتی به داور گفتیم گفت آقا گورو باباش نگاه نکنه اینجوریه. در اصل این ویدیو حکایت از این میکنه که این دختره میخواسته آرتیست بشه، هنرمند باشه، نقاشی کنه و اینها، ولی به خاطر اینکه به پدرش نگه نه، به خاطر اینکه تو خانواده ها میگن دختر خوب هیچ وقت به پدر مادرش نه نمیگه، پدرش وقتی گفته با این ازدواج کن ازدواج کرده، درگیر یه تصادف میشه، توی ماشین گیر میفته، شوهرش میاد بیرون، بعد میدونید فلج، الان نشسته رو صندلی چرخدار، بعضیا میگن چرخ صندلی دار، فرقی هم نمیکنه چرخی که روی صندلیه یا صندلیه که چرخ داره. در صورت ممنونم، اجازه بدید از فرخ یه بار دیگه تشکر کنم. من قبلا هم ایشون یه پیام گذاشته بود، من فرخ رو میشناسم عزیزم، میدونم شما با اون چشمای آبی و موهای زرد بلوند و قشنگ و اینها، و ممنونم که برنامه منو نگاه میکنی، ولی به من بگو که برنامه چیه، فقط میخوای به عنوان یه بیننده باشی نظر بدی و اینها، ما خوشحال میشیم پیامتو پخش کنیم. اینجا درباره کانال یک گفته، اگه بتونم پیدا کنم این پیام و این مسیج رو. خدایا چه اینجوریه، اینجا نمیتونم، آها پیدا کردم، از زیر خجالت این بنده خدا ما در بیاد. بله، و شما به من بگید این تلویزیونایی که الان بازه اگه بسته بشه چه تفاوتی تو زندگی شما میکنه؟ همین تلویزیون مردم اگه فردا بسته شد، بسته شد. بفهم. سلام آقای سوربی، فرخ هستم. من برنامه‌تون رو داشتم نگاه میکردم، نمیدونم خبر دارین یا نه، این تلویزیون شهرام همایون کانال یک اینجوری که خودشون گفتن از امروز قطع میشه. حالا اگه آدم خوبی بود یا بدی بود برم اینجوری که گفتن. خیلی ممنون. اینو باید تسلیت بگیم به آقای پرویز مینویی. آقای پرویز مینویی اینجا برنامه داشت، بعدن من گفت که سوربی جان من میخوام برم تلویزیون کانال یک، میدونی که اونا ایران هم میرن؟ گفتم والا مال ما هم ایران هم میرن، نگاه کن از یزد، از نیشابور، از این ور، از اون ور، از گنبد کابوس. بعد گفت نه دیگه اونا ستلایت هم. گفتم خب برای تشریف ببرید، بنده ستلایت بودم اومدم اینجا، و بهش گفتم حالا شما فکر میکنی بری اونجا این همه آدم برنامه داشته کاری نکرده، برنامه شما کاری انجام میده؟ حالا بالاخره برم. تسلیت میگم آقای پرویز مینویی، به نظر میرسه که تلویزیون اونا بسته میشه، یا این که قبل از تعطیلات اینها زودتر به فکر افتادن، قبل از اینکه مردم هدیه بخرن، کادو بخرن برای بچه هاشون، برای نوه هاشون، برای دوستشون، برای کارمنداشون، تلویزیون یک گفته بذار ما یه پولی از اینا بگیریم. تو شیراز میگفتن
مو از خرس کندن شتله شتله، یه چیزی اینجوری میگفتن. در اصل ممنونم از یکایک شما دوستان عزیز پتیک، نامه‌هایی که میفرستی به من قوت میده که برنامه رو ادامه بدم. ممنونم دوستان دیگه همینجور، و شما هم دوستان لطف کنید. پتیک نمیگه من نامه فرستادم ویدیو فرستادم، خب بسشه دیگه، حمایت میکنه، شما هم حمایت کنید. روز روزگارتون خوش. بریم سراغ برنامه آقای حسن ارشاد و دوشنبه با شما خواهیم بود. مرسی که با ما بودید. تلویزیون مردم و برنامه های سربی با مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. ممنون.